بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. طبق معمول هر هفته در 5 سال گذشته با دوستان هستیم از کانون آوا. خیلی خوشحالم باز فرصتی پیش آمد تا با آقای قربانعلی حسین نژاد باشیم. ایشون مترجم ارشد عربی سابق، رهبری مجاهدین در عراق بوده. ماشاءالله تایتل خیلی بزرگ و طولانی داره، ولی نه از رهبری خبری هست نه از سازمان مجاهدین. آقای حسین نژاد، سلام میکنم به شما و ممنونم که با ما هستید. ایشون قبلا هم چندین بار مهمان برنامه بودن. برنامه ایشون به صورت ویدیو هم روی یوتیوب موجود هست، هم روی وبسایت کانون آوا در قسمت ویدیوها و هم در صفحه آرشیو و بایگانی تلویزیون مردم. خیلی خوش آمدید آقای حسین نژاد. بله، تصویر ایشون هم آمد. مشکلی داشتیم با تصویرشون که الان پارامترش چیزی بود، کلیک بله. کردم. باید بعضی وقتا بهش بگید چه دوربینی کجا میگن اکتیو نبود. بله. خب من بازم سلام میکنم به شما دوستان عزیز. با آقای قربان علی حسین نژاد هستیم از پاریس زیبا که آقای ترامپ هم فکر کنم هنوز اونجا باشه. آقا تو رو خدا نگهش دارید همونجا، ما نمیخوایمش. اینجا کنفرانس صلح داره. آخه ترامپ وقتی بره همه جا دعوا میشه. چه کنفرانس صلحی؟ همین الان با رئیس جمهور شما دعوا شده. یکم یا سر دوربینتون رو بیارین پایین تر یا خودتون بالاتر بشینید. تلویزیون فرانسه دائم نشون میده. بله بله. خب آخه حرفایی که میزنه همش حرفای دعوا، خودخواهی، یک طرفه، زورگویی و نمیدونم واقعا جهان به کدوم طرف میره. دیدم اتفاقا رئیس جمهور شما رو که با آقای فرید زکریا دیروز صحبت میکرد و هی هم بیچاره میخواست بگه که من یه دوستی به خصوصی با این آقای ترامپ دارم و من زبونش رو میفهمم، ولی فکر کنم هیچ کس زبان این ترامپ رو نمیفهمه جز افراد خبیث و شروع. باز هم سلام به شما. این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم سلام و احوال پرسی انجام بدید تا ما درباره اون 4 تا تاپیکی که از 2 روز پیش در کانون آوا و در صفحه فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتیم در اون موارد صحبت کنیم. بفرمایید. بله، اینجا احتمالاً این بولتن بول چیز ترامپ آوردن اینجا اصلاحی بکنن، اشتیجه صلح یاد بدن. مثلا فرانسه اروپا مهد تمدن و صلح و حقوق بشره. بله. خب اگر لطف کنید راجع به موضوع اول نگاهی به تناقضات و فریبکاری های کهنه شده و مضحک در پیام اخیر، پیاماشم شماره ایه، شماره 11 به اسم رجوی. این خیلی جالبه دوستان بیننده و شنونده، توجه کنید، پیام به اسم رجوی، رجوی مفقود و مرحوم. بفرمایید ببینیم چی گفته ایشون. اون چیزی بود میگفت که از کرامات شیخ ما چه عجب، مش را باز کرد و گفت یک وجب، یا گفت عسل را خورد و شیره را خورد و گفت شیرین است. ببینیم این بار چه حرف نقیض و نغز و جانانه ای زده. بفرمایید. بله، با درود بر شما و همه دوستان و بینندگان عزیز که صحبت‌های ما رو گوش میکنند. اول موضوعی که به همونطور که گفتید میخواستم صحبت کنم در مورد همین پیامی که به اسم رجبی دادن، که من معتقدم شخصا هم در هرچه سر عقیده داره به یقین مرده تا نه جرأت و اعلامشو دارن نه توانشو و این شرایط تشکیلاتی و وضعیتی که این فرقه داره نمیتونن اعلام بکنن. اومدن برای روحیه دادن به اعضاش اون افراد مونده در این اسارتگاه، در این حفظار این فرقه، برای اینکه به اینا روحیه بدن. خب یه سوال ایجاد میشه که الان فعالیت های اپوزیسیون نیروهای مختلف هست فعالیت میکنن، خیلی مطرح شدن، همه رهبران علنی هستن، مخصوصا اخیرا مثلا رضا پهلوی اومد، آقای رضا پهلوی کنفرانس هایی داده علنا تو تلویزیون ها ظاهر میشه،
حرف میزنه، برای شعار میدن تو داخل ایران. خب این ها مسئله دار میشن افرادشون در داخل تشکیلات. ما چی میگیم؟ تنها آلترناتیو دموکراتیک ما هستیم و اصلا هیچ کس نمیپسندیم که هیچ. به همه غیر خودمونم دشنام میدیم، ناسزا میگیم، همه شونو میگیم اینا هیچ نیستن و فقط ما ایم و خب بس ما رهبرمون کو. خب اینها میان ناصر تو این فضایی که ایجاد شده برای اینکه باید مطرح کنن خودشون رو، هم توی ایرانی ها و تو صحنه سیاسی ایرانی و اپوزیسیون و هم مخصوصا تو نیروهای خودش، در اون تشکیلات خودش میشینن یه فکری میکنن. من قشنگ از آن پیامش رو نگاه میکنم، این پیام تقلید یا تقلید فقط ادا اطوار رجبیه بعضی کلمات و صحبتاش، ولی محتوا مسلما آدم دقت کنه میبینی چه مال رجبی نیست. اون رجبی که هر وقت صحبت میکرد بالاخره یک مینیموم تحلیل میداد، مینیموم یک بررسی میداد، یک منطقی میداد. این الان این پیامهاش، مخصوصا این پیام اخیرش که در رابطه با تحریم ها و این فشارهایی که به رژیم ایران وارد میکنن هست، اصلا هیچ گونه محتوایی تحلیل نداره، همش مسخره هست، تمسخر هست. مثلا فرض کنید میاد، البته خب پیام که هست، خب پیام چطبی میدن، خب همه میبینن، میشینن، میخونن، یا پیام یه دفعه با صدای خودش چه نمیتونن بدن، چون نیست که صدای بوینده تلویزیون خودشون. خب این هم خب یه دفعه میخونه، آدم میبینه چه میشون میده، مثلا نقل قول ها رو میاره، حرفای رهبران رژیم رو، مثلا خامنه‌ای رو، روحانی رو پخش میکنه که این گفت این، خب اینشو پخش میکنه. بعدش هم میگه مثلا اون از قدرتش میگه آمریکا از بین میره، ما میمونیم، بلان میگه، فقط میگه بله ببینیم و تعریف کنیم. خب حالا ببینیم چی میشه. بعد تمسخر. خب رهبر سیاسی هستی، حرف دشمنتو که پخش میکنی خب تحلیل بکن، یه بررسی بکن، منطقی بکن. خب یه نوپای هوادار ساده چی نیست که فلان جای دور برش که هر فوش میدن مسخره میکنن فقط اینه بلدن، هیچه بلد نیستن. خب تو که رهبری به ناسلامتی کنه، من رهبری یه جنبش سیاسی میگه هستم، یه سازمان سیاسی میگه هستم، از این یه فرقه هست. خب این اگر ادعاهات درسته، خب دیگه نباید تو اینجور اینجور فقط تمسخر و فوش اینا بدی، از این که همیشه میده، ولی خب یه مقداری هم تحلیل باید بکنی. اقلا میرن که خود مسئول جایی معتقدم قبلا پیام هایی که میداد خب یه مقدارم توش تحلیل و بررسی بود. اینه که خیلی ناشیانه درست کردن این نوا آخریش و این 11 رو، کاملا معلومه مال خودش نیست و مزهج واقعا. مثلا و خیلی هم اولا فقط تنها دو خط از این پیام اومدن چطوی کردن، اونم موضوعی که مثلا کاملا میخواد به هوادارانش بگه که، یعنی خودش اعتراف که ببین منتظر شعر و شعارهای سابق ما، بعد بعیدهای سابق ما که تا بهمن رژیم سرنگون بشه نشید، چون بهمن داره نزدیک میشه و میبینن هیچ تحولی اثری از سرنگون شدن رژیم و اینها نیست. آثار جنگ به منظور این سازمان هم جنگ آمریکا علیه رژیم ایرانی که بیاد حمله کنه و اینها رو مسلح کنه و برن قدرت رو بگیرن، این استراتژیشون الان اینه. خب میبینن هیچ نشانه از این نیست، بهمن هم داره نزدیک میشه که دو سه ماه بیشتر نمونده. بعد این اومده میگه دیگه دیده، بعد از این پیام درست کردن که محورش و حساب اون مرکز سگلش این جمله است که میگه با گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضد بشر را 3 دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، الان میگه بند مماشات و استمالت فرو ریخته، در حالی که چه سالیان سال توی 40 سال حد و باره ها ما حزب جمهوری خواه اومده یا حزب دموکرات اومده، باره ها حزب جمهوری خواه، ترامپ و حزبش حاکم شدن، همیشه هم سخت گرفتن برای رژیم، حتی تحریم هایی که زمان اوباما کردن بسیار شدیدتر از خیلی از تحریم های قبلی محافظه‌کارا و جمهوری‌خواها بودن. کجا استمالت و مماشات هم
همیشه بوده، تحریم و شدت عمل هم همیشه بوده. حالا این رو تحریم آبچی میده، بعد تا حالا همش استمالت بوده، الان وارد دوران آماده باش میشویم. حالا بگذاریم که آن دوران آماده باش رو مته این حداقل 30 سالی که توی خود تشکیلات بودیم، یا من الا 5 سال فرانسه بودم، 25 سال عراق بودم. توی این 25 سال عراق که ما توی ارتش به اصطلاح ارتش آزادی بخش بودیم، این آماده باشه هر سال دیدیم، یعنی بدل هر نفری اونجا 25 بار 30 بار این سالها آماده باشه ها رو دیده و گفته این سال سال سرنگونیه. سال تعیین میکرد، اولا که 6 ماه تعیین کرده بود، بعدها چند هر سال میگفت سال سین، سال سین آماده باشه، سین دوران آ1 آ2 آ3 میشمرد، آ دوران آ4 آماده باشه. حالا این بعد وقتا اینقدر دیگه یک مینیموم فکر و عقل و حافظه داشته باشن حداقل توی داخل این تشکیلات که حتما هم دارن، نباید فریبه اینا رو بخورن، چه خوبت بشینن فقط برای اینکه این فکر نکنن، اصلا مجال نمیده تو این خوندن پیام که کسی روش فکر کنه. دائم دو چنمه میخونه، موسیقی میزنه، آهن میزنه، حرفای رژیم پخش میکنه، قامله روحانی پخش میکنه، یه چیه پخش میکنه، نقل قول، هی موسیقی، هی وسطش همین دوری همیشه با تبل و شیپور و اینها میومدن سرصدا و حالت دیکلمه مفصل خوندن با تبل و شیپور که اصلا مجال فکر کردن نده. ضروره که اینا یه مینیموم فکر دارن، اینا که اسیره این فرقه هم که برای روحیه دادن به اینا این پیام ها رو میده، خب مینیموم بشینن فکر بکنن، یادشون بیاد آخه که هر سال این سال سین ها و آها آماده باش ما رو این آقا داده. خب این الان میگه که بازم میگه وارد دوران آماده باش میشن، وارد شدن که آقا وارد اولین بار که نیست که، وارد دور این دوران آماده باش یه بار، دو بار، سه بار، 25 بار، 30 بار تکرار شده. این چه آماده باشه وارد شدنیه. این هر بار اینها رو فقط میخواد حافظشون رو پاک کنه، تبلیغ ها رو انگار مثلا کامپیوتره، مغز این بچه های بدبخت اسیرها شده میتونه پاک کنی، چون این هم میفهمن آخه. برای همین هم از که هر روز میبینیم که تو آلبانی جدا میشن میان بیرون، این حاله که واقعا توهین به شعور این هاست، که این هم یادشون رفته از این دوران آماده باشه چند بار دادی. ما دفترهایی میدادن ساعت سین، سال سین روش نقشه ایران بود و پر کرده بودن تو اون دفترها که همیشه که می نویسیم اینه ما ببینیم که الان ساعت سینه، الان سال سینه، ساعت سین را شما تعیین خواهید کرد، الان ساعت سین شما محقق میکنید و این صحبت های آماده باش و ساعت سین و سال سین و سال سین و یعنی سر میگونیم هر سال بوده، همیشه بوده. بعدم این اومده برای اینکه تعهد گرفتن از افراد که تا بهمن 97 گرفته بودن که بهمن 97 رژیم سرنگون میشه، آمریکا حمله میکنه، با وعده وعیدهای که جان بولتون داده بود بهشون که ما نمیذاریم وارد سهرومین سال بشه و فلان، باور کرده بودن وقتا. بعدم حالا که نزدیک میشه میبینن هیچ تعهدی خبری نیست، اومده تمام این تعهدهای گرفتنها و سرصداها رو که بمونید نرین تا بهمن 97، برای اینکه بهمن 97 بیاد و بعدم این هایی که تعهد دادن بلنشن برن و جدا نشن، اومده اینو پس گرفته چند ماه مونده به بهمن 97، اومده به اسم رجوی که همین رهبران باقی مونده رهبران این فرقه اومدن اینو پس گرفتن و اعتراف کردن که آقا در حقیقت یعنی با این پیام جنا سرنگونی خبری نیست. میگه هر چند و اینکه چرا این جمله که نگاه کنید، میگه هر چند طول بچشد، میگه وارد دوران آماده باش میشویم، آماده باش سرنگونی هر چند طول بچشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، ولی سرنگونی دشمن ضد بشری محتوم است. خب اینه چه دیگه به هر رژیمی میشه گفته، هر انسانی میشه گفته، هر دموکرات‌ترین رژیم ها، حالا نه دیکتاتور ها، دموکرات‌ترین رژیم ها و دولت ها و حکومت ها هیچ وقت همیشه نیستن. خب مسلم یه روزی
عوض میشن، تغییر میکنن، یه کسی دیگه میاد، هر حرکتی، هر جنبشی، هر مبارزه طول میکشه، نشیب و فراز داره. آتو چه قول میدی میکشه، وارد دوران آماده باش میشویم. خب این دوران ها وارد شدن به دوران آماده باش یعنی باید مدت چه تعیین کنی، یعنی همین نزدیکه، نه اینکه وارد دوران آماده باش میشویم ولی هر سن طول بکشه، قطرت طول میکشه، تعیین هم نمی کنه. یه سال، دو سال، ده سال، بیس سال، سی سال، پنجاه سال، اینکه دیگه آماده باش نمیشه. اینجوری با این رفع و رجوها میخواد این وعده وعیدهای قبلیش رو که سر اینا رو شیره مالید و از پایتخت آلبانی از تیرانه برداشت بردشون تو زندان اشرف سه که بسیاری همونجا فریب نخوردن، جدا شدن در همون موقعی که توی قرارگاه در داخل خود تیرانه بودن، پایتخت آلبانی مرکز شهر بودن، آپارتمان بود دورشون، خیابون و شهر و اینا بود، میتونستن برن از اونجا. با این تعهد بهمن 97 اینا رو کلی هاشون رو گول زد و یه تعهد گرفت و ایست و عضویت بازجشن ناپذیر رو هرچی بره به جهن به جهنم میره و فلان و آیات و قرآن و اینها، اینها رو برداشتن بردن اونجا شد. بله تا بهمن 97 یه تمام میکرد از بردن اون اسارتگاه قلعه موسوم به اشرف سه. حالا که دیگه اونا هم ده ببینن که دیگه خبری نشده، اومده میگه بله طول بچشد، حتما نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی حتم حتمیه. حالا بعد میبینیم حالا مقداری که میبینیم در همین پیام میبینیم که چگونه این گوزیر گلهاش میزنه و اوضاع رو رفع جو میکنه با همون شعر و شعارهای قبلی، ارتش آزادی، بعد میگه قاطی میکنه با مسائل انقلاب و یعنی این نشستای پسل و نشستای عملیاتزاری و اینا که بتونه با اونا توضیح کنه که اصلا منظورم اینه، ولی ارتش، ارتش بی سلاح، ارتش چه نمیشه ارتش گفت که پیر و مریض و 20 سال اقلا 20 ساله هیچ گونه آموزشی دیگه ندیدن، ول کردن آموزش ها رو، امکانات و آموزش رو تمرین ندارن. آقا هر ارتشی باید سلاح داشته باشه، حتی اگر سلاح هم نداشته باشه تمرینات نظامی باید دائما بکنه، در یه محیطی باشه که دائم امکاناتی داشته باشه که تمرین های مانورهای نظامی داشته باشه. این چه زده میشه ارتش آزاد؟ خوب ارتش آزادی قبل از هر چیز باید عزم جزم کند و برای آماده سازی خود، خب این ارتش برای آماده سازی خود در کنار اون دریاچه که الان هست به ساحل بند اون در اونجا و قومه تیرانا، خب اونجا چه حرکتی باید بکنن؟ برای آماده سازی خود در دریای شورش و انقلاب شیرجه بزند، شمشیرها را باید جلا و سیگل داد. خب اولا شمشیر چه چرندیه مثلا تو این عصر ما که عصر شمشیره؟ اگر اینا آقا یا میشینن اون رهبرانشون، ما خوب میدونیم چه بچه های جدا شده که سالها توی تشکیلات بودن، خوب میدونن که اینها رو چجوری معنی میکنن و چجوری توجیه میکنن. چه کار با من و همه دوستان جدا شده خوب با این کلمات انقلاب و شیرجه زدن و شمشیر و تیغ و توپانچه و تبر و اینا که مسعود رضوی دائم تو نشستای خودش به کار میبرد آشنا هستیم، که تمامی اینها منظورشون همون فحش و فحاشی ها و کتک زدن ها دار نشستای موسوم به عملیات زاری و دیج و زانبی و نشست جنسی، شنزی جنسی در حقیقت موسوم به قسل و که افکار جنسیتون رو باید به دیگران بجید و عرق بریزید و اینها، اونجا آبروتون بره و اینها، میگفتن شیرجه بزنید به نشستا، یعنی هر کس بیشتر آبروی خودش رو ببره میتونه در دریای انقلاب شیرجه رفته بهش میگفتن و مقامش میره بالا، یعنی تیغ و توپانچه و تبر و اینا، اینجا هم حالا شمشیر گفته. اینا رو قشنگ میتونم اونجا توضیح میکنم، منظورش اینه در حقیقت هرچی بیشتر میخواد سرکوب رو اونجا بیشتر بکنه و
فشار رو بیشتر کنه، محدودیت ها و کنترل ها رو بیشتر بکنه در این لفافه حرفای توهماتی که برای بیرونی ممکنه جلوه بده، که یعنی ما ارتش داریم و آماده باش داریم و نم شورای این روزا اضافه کرده شوراهای مقاومت یا مثلا کانونهای شورشی در سراسر ایران آماده بشن و فلان و کالا اشتایی هم که نشون میده کانونهای شورشی عملیاتی هم که میکنن کارهایی که میکنن از این رو چیز هست هم یه دشون جمع میشن جلوی عکسی حالت احترام عکس مسعود مریم میزنن که این عکس رو کاملا میتونن مونتاژ کنن، کاملا میتونن فتوشاپ کنن، اصلا محلش هم میتونه هر جای دنیا باشه، هیچ اثری از ایران و اینا نیست، باغ و پل و نمیدونم کوه همه جا هست. اینا ما که خودمون شاهد بودیم، وقتی توی بغداد بودیم، من خودم با همیشه با تبلیغات با هم بودیم، بخش سیاسی بودن، روابط خارجی و سیاسی و تبلیغات و انتشارات هم یه جا بودیم، همونجا دیوار و شعار می نوشتم، فیلمبرداری می کردم و خودم می دیدم، بعد می بردم می زدن که این دیوارهای تهرانه، همیشه چنین کارهایی می کنه. اخیرا هم عملیات و این جور چیزها و چه این ارتش آزادی و کانونهای شورشی می کنه، یه همه یکی از عملیاتاشون هم اخیرا دیدیم، و همین پاریس و اوورسورواز و اروپا هم کانونهای شورشی را انداختن، البته تنها داخل نیست به ادعای خودشون، واقعیشون هم همینجا هست، مرکز عملیات و کانونهای شورشیشون همینجا هست، اوورسورواز و آلبانیه جیهچی عملیاتشون هم حد کردن سایت من و آقای کرمی، سایت پیوند رهایی، سایت ما و سایت فریاد آزادیه، اینا میشینن حدچه سایت های جدا شدگان و مخالفین رو، البته خودشون چه بلد نیستن حتی می کنن آقای ترسود همین سیایه و امریکایی ها و نیروچه های چسایی که وعده بعید به اصطلاح حکومت رسیدن به اینها میدن، در داخلشون لابی هایی دارن و اینها میدن دست به دامن اونها میشن و سایت های ماره می کنن با این به حساب ارتش سایبری اونها، که همان در حقیقت خودشون هم بخشی از همین ارتش آزادی که میگن بخشی از همون ارتش سایبری آمریکا شدن. حالا شروع کردن عملیات درخشان حتما یه فروغ جاویدان یا مثلا چلچراغ دیگه ای راه نتن، الان دیگه عملیاتشون شده حد کردن سایت های مخالفین و چند تا فوش و بدوی را نوشتن تو این کامنت و اونها، اونایی که اون بالا هستن با اینترنت سر و کار دارن، از این کارها میتونم اسمای ما رو بدن، اون آدم های همین وابسته های که وابسته به اونا هستن در دستگاه های اربابانشون از این کارها بکنن، که همینطور هم که زمان صدام وابسته به ارتش آزادی بخش ملی ایران و تانک و توپ اینا که همش مال ارتش عراق بود، حالا هم ارتش آزادیشون اومده از این کارها میکنه، از این عملیات ها میکنه، چه در حقیقت جزئی از ارتش سایبری آمریکا و اسرائیل هم و یا عربستان و اینا هستن، کارشون اون ضربه این شده بعد شیرزه بروید. حالا ببینیم مثلا در ادامه این پیام این از اتاقا که تیچه تیچه یه حرفاشو می نویسه چی میشه، بعد اومده مثلا حرفای قاسم سلیمانی و سران رژیم علیه آمریکا رو آی شامری میکشه، آی نفسکش میطلبد، آی فلان، بعد هیچی تیچه تیچه پخش میکنه حرفاشونو، بعدم میگه که آه ببینیم چی میشود، آی ببینیم و تعریف کنیم، نه اینا همه لرزه سرنگونی تماما شعر شعاره. بعد رژیم تضعیف شده، شرایط به عقب بر نمی جردد و آتش گیام ها خاموشی نمی پذیرد، خب ولی آتش گیام ها را هیچ کنه رفتی به شما نداره، چرا اسم تو رو نمی برن، جرأت داری همین هسته های مقاومت می جید، نمیدونم کانون های شورشی می جید، برن اونجا یه عکسی از شما ببرن بالا ببینن بعدون با شما چیکار میکنن، این که اگر قیام ها خاموش نید وزیرت، نه قیام نه اعتراض نه انقلاب، هیچ ربطی به دمدستگاه رجوی نداره که هیچ، و که تو شما بودین که به همین اعتراض های مردم هم تا حالا ضربه زدین، همیشه عامل سرکوب، بهترین بهانه برای سرکوب شدید، با هر کارهایی که کردید
با اسمیش به ما که میگن ما آقای نمجاهدین هم، آقای منافقین هم، آقای فلان هم، بهترین استفاده هم میکنه رژیم برای سرکوب همین برده بدبخت. این که تو بیشتر هم عامل ضعف این ها هم شدی، چه شعر شعار میدینی برای فقط فریب هوادارهای چند تایی موندن تو خارج و چی هم در داخل تشکیلات، یه چیه که هدف این پیام ها فقط توی روحیه دادن به افراد داخل تشکیلات خودش. نه من دیگه بیشتر از این توی لذبه این پیام خلاص مطالبش همه شبیه همه همونطور که گفتم چکیده و هدف اصلیش هم اینه و مطالبش هم که کیفیتش هم گفتم چگونه است و نوع بیانش و حرفایی هم که گفته و تشریحاتی که از حرفای سران رژیم میکنه و بعدم مسخره میکنه و بعدم بعد و بعید اینها چه دیگه ما میریم و بالاخره در هر چه طول بچشد بلان ما بالاخره این رژیم سرنگون خواهد شد، یعنی در زندش یعنی ما به حاکمیت میرسیم بالاخره دیگه اینه دیگه روش نمیشه به جدیه چون این دیگه خیلی مسلم چیز میشه دیگه دروغ میشه چه هر چقدر طول بچشه و میمیشه جدیه بالاخره میمیرید میرین دیگه، ولی این جمیه طول به چه هر چند نشیم و فراز داشته باشد هر چقدر هم طول بچشد بالاخره این رژیم میره، این چیز خیلی مزهچیه چون هر بشری هم بالاخره میمیره، هر نظامی هم هر حزبی هم دو حاکمیته بجی ما این بلاخره میره چنار. این زور گل گول زدن ها رو تا حالا این نوع این شکلشی نداشتیم تا حالا، چون همیشه وقت تعیین می‌کردیم سالو یا مثلا به زودی و اینا میگفتن، این اولین باری که از گول مسعود رجوی میگن این پیدا فقط طول بچشد هرچی نشید برازه شد یه زایدی که میگه بسیار خوب اگر بنبست در کار نیست، چون اونجا خامنه ای میگه بنبسته بعد پس از چی میترسید؟ پس این جرانی چیه؟ خب کجا نمیراز این جرانی نمی کنه آخه خیلی فسخره است، بعد میگه ببینیم و تعریف کنیم، این میگه ببینیم و تعریف کنیم، این چیه؟ میگه بیرون رفت جدی در زمین اقتصادی زمین سیاسی ملی هیچ بیرون رفتی نیست، بدونی هیچ کنه استدلال بدونی هیچ کنه مدرج سند بیاره که واقعا آدم گوش میکنه به داخل خود رژیم، افراد خود رژیم، شخصیت ها، حتی نماینده های خود رژیم، نماینده های مجلس این رژیم چی میگی باید سرنگون بشه، سراپا تمامیت ها، جناهاش، افراد شخصیت های مخالف داخل ایران یا حتی داخل خود این رژیم بیش بهتر و مستدلتر و با سندتر از این رهبر تنها آلترناتیو حرف میزنن، مدرک میارن، سند میارن، آمار ارقام میدن، نماینده مجلس بولن میشه توی مجلس رژیم میبینی آمار ارقام میده، انتقاد میکنه، مخالفت میکنه، صحبت میکنه، اصلا سراپای حاکمیت و تمام دولت رو اشکالای وزارتخونه ها رو اینا رو همه رو با سند و مدرک و آمار ارقام زیر سوال میبره. این چیزی آقای فشسته فقط تکرار چلون چلمات ادبیات گذشته خودش با همون تمسخر و ناسزا و وعد و وعیدها و شعر و شعارها با اینها میخواد فقط سر این وسرای بیچاره رو شیره بماله. بسیار ممنونم. البته من اینجا به دوستان به شوخی میگم هر کسی حرف منو گوش نکنه یا شب میمیره یا روز، به نظر میرسه اون کسی که این پیام نوشته از طرف آقای رجوی هم گفته که بالاخره یه روزی اینا از بین میرن. و اما شما یکم کم لطفی میکنید به این سازمان، اتفاقا اگه نگاه کنید این پیام گویای حقیقته. اولا از سال 96 تا حالا آقای رجوی یه دفعه باز آمد و شروع کرده به پیام دادن، یعنی مهمترین کار یک رهبر مرحوم 11 تا پیام بوده در سال گذشته از دیماه 96 تا الان آبان 97.
و اون مسئله ای که شما میگید چرا گفته 16، خب درست میره دیگه، نه کشتی داره نه کشتی ناو هواپیما بری داره، تنها کاری که میتونن بکنن 16، ولی اونم اشکال داره، اینا قهرمان شنا و چیو توی یک لیک توی یک دریاچه کوچولو غرق کردن، حالا چجوری میخوان توی دریا 16 برن؟ از طرفی دیگه توپ و تانک صدام هم نیست، این که گفته شمشیر باز هم درست گفته. و به نظر من حالا نشستن، دیدید این فیلم های قدیمی وقتی که لشکر اینها استراحت میکرد یه سنگایی رو بر میداشتن میمالیدن به شمشیرشون که هم تیز بشه هم برنده و براق. حتما در سازمان مجاهدین هم شمشیرها داره آماده میشه. ممنونم دوستان عزیز. دلیلی که آقای قربانعلی حسین نژاد از نحوه نوشته شدن این پیام میگن این اصلا مال رجوی نیست، برای که آقای حسین نژاد ارتباط نزدیکی با رجوی داشته، به خاطر که مترجمش بوده، داشته تلاش میکرده که به اصطلاح زبان عربی رو بفهمن، حالا نمیدونم باید زبان فرانسوی یاد بگیره یا زبان آلبانیایی یا آمریکایی. و اما موج سناریوهای تروریستی پیاپی تیم دو ماه گذشته، من حین صحبتهای شما صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم که با عکس دختراتون هست، به شما تبریک میگم، به هر دوی اونها تبریک میگم، هم به اون که در تمام عمرش خواهرش رو ندیده بود و خواهرش رو دیده بود، هم به اون که در سازمان مجاهدین بود. و ای کاش شما یه عکس میذاشتین از زمانی که ایشون در سازمان بوده، مثل اینها هست که جراحی پلاستیک میکنن میگن before and after، قبلن و حالا، تا اونهایی که در سازمان هستن ببینن که وقتی میان بیرون اصلا به غیر از اینکه روح و حال و احوالشون عوض میشه، اصلا قیافه و شکل و شمایلشون مثل آدمای قرن 21 و قرن این به اصطلاح دنیا میشه. بازم به شما تبریک میگم که با اون به اصطلاح فعالیت های خستگی ناپذیر تونستید به اصطلاح این کار رو عملی کنید و الان دختراتون میتونن هر روزی که بخوان، هر ساعتی که بخوان با هم دیگه صحبت کنن و در تماس باشن. لطف کنید درباره این تاپیک دوم، ماجرا و موج سناریوهای تروریستی پیاپی طی دو ماه گذشته، برای ما صحبت کنید. بله خیلی ممنون از تبریکتون. بله این دیدار تاریخی بود، این دو خواهر هم دیگه رو در عمرشون ندیده بودن، اولین بار دیدم به دنبال آزادی و رهایی دختر بزرگ زینب از تشکیلات این سازمان، که واقعا این نشون میده که چقدر این محیط بسته و دیکتاتوری و محدودیت هست که نظرم نزدیکترین افراد در از یه چه خانواده خودش رو نمیتونه ببینه. و من خودم تو اونجا بودم، با دخترم هم تو اونجا بود، حتی داخل تشکیلات هم ما نمیتونستیم ببینیم، فقط عید نوروز دیگه چون عید نوروز بود میتونستیم سال به سال فقط یک بار ببینیم، هر دومون هم در یه پایگاه یه محل بود. بله بیرون که اصلا خانواده اصلا اجازه دیدار نداشت. سالا 3-4 بار رفته بود عراق، چند بار رفته بود خواهرش عراق بتونست ببینه، تو درخواست دیدن چوش داشت، خودش رفت سلوه ترارگاه کمپ لیبرتی باز نذاشتم ببینه. چه دیگه وقت وقت بلاخره این شرایط محدودیت ها و بشارهایی که چشید کاملا به حقیقت پی برد. تا در آلبانی که رفتم اونجا، قبل از اینکه برم به اون زندان اشرف سه و اونجا محصول بشم که دیگه سخت‌تره، قبل از اون در خود همین تیرانا که بودن داخل پایتخت، اونجا اومد بیرون و دیگه آزاد شد. تا اینکه تونست به یونان بره، چه در اونجا چون تون اتحادیه اروپاست راحت میشه رفت ایران، یا راحت میتونم برم چون آلبانی با پاسپورت ایرانی راه نمیده، ولی اونجا یونانه، اونجا تونست دیگه با پاس ایرانی و ویزای اروپایی بره که ما هم رفتیم تونستیم این دیدار رو انجام بدیم. من با این عکسی که میگید، نه خیلی این اصلا مطلقا نه خودش اصلا عکسی که نه اصلا حاضر نیست صحبت اون زمان رو حاضر نیست بشنوه اصلا،
در یاد بیاره اصلا به از اون زمان چگونه واقعا همینطور که میگید قابل قیاس نیست در شکل و قیافه و زیرای اون موقع حال و وضع اصلا حال و روحیهش اون زمان که منجا من میدیدم با الانی که بیرون در آزادی. بله برای چی هم مسئله چه در این رابطه و میخواستم بگم که به همین پیام رجبی اینا خودشون بوده اون که گفتید عربی بوده من رجبی اصلا در همین ما گفتیم که فرانسه یاد بگیره نه این اصلا خود اینجا هم که بود در پاریس بود من اینجا بودم در همین اوورسورگاز هم با آنچه تو فرانسه بود اینجا هم همش دنبال عربی یاد گرفتم بود من تعجب میکردم که این آخه توی فرانسه هست را اینقدر دنبال عربی یاد گرفتنه آخه آخونده گفتن اگر میخواین برین بهش باید عربی حرف بزنین و اونای دیگه به غیر از زبان عربی همه جهنمی هستن شاید این هنوز حواسش تو بهشته مذهب ارتضاییشون میگه در بهشت همه عربی هم میزنن نه بعدا فهمیدیم دیگه چیزی اصلا از اول قصد داشته عراق بره بعدها چیزی شورای خودشون هم منظورم وقتا که آقای بنی صدرم بود خیلی قبل از رفتن به عراق مطرح کرده بود که ما باید میریم عراق و صدام الان میزنجه فقط تو زیر صدام اونجا میتونیم به جنجیم با این رژیم بعد هم برای همین از اول بعدها فهمیدم که این برای چه دنبال عربیات جفته بود تا تو فرانسه برای اینکه میخواست عراق بره که از همون موقع هایی که قبل از اینکه رفتن به عراق سا همون سالهای 62 آقای بنی صدر جدا شد ازش چیزی از شورا رفت بیرون چون مطرح عراق رفتنش رو از همون موقع مطرح میکن بله اما در رابطه با موضوع دوم که میتونید این صحبت های مریم رجوی در بروکسل اخیراً در لینک شماره 2 و همچنین حرفای علیرضا جعفرزاده نوچه در پوشه حساب تحلیل جر و اینها که افراد بالای سازمان رجویه علیرضا جعفرزاده کنفرانس در آمریکا داشته در مورد تروریسم رژیم اینا رو من لینکشو گذاشتم شماره 2 و 3 رو نشون بدید یعنی اینها این سناریوهای در رابطه با این سناریوهای تروریسم رژیم اینها شروع کردن من به یقین دارم من چون دونم بالاخره این رژیم ترورهایی داشته در خارج داشته سالهای قبل سالهای دهه 60 مخصوصا دهه 70 هم کم و بیش بوده هم تو داخل چه بشه قتلهای زنجیره ترور در خارج هم اونهای کمی بوده من این کار چی نمی کنم ولی این جریان‌های اخیر که سلسله وار یه دفعه شروع شد در بلژیک و فرانسه و آمریکا به جاسوسی و اینها بعدش هم الان توی دانمارک اینها ببینید هیچ کدوم هم موفق نبوده یعنی یک کدوم هم کسی کشته نشده به نتیجه نرسیده اینها در این شرایط رژیم که هست با این تحریم بین‌المللی و دید بازدیدها حتی کنفرانس‌های شرکت می‌کنه مثلا اون تروریسم اولش که گفتن اومده بودن شوی مریم گذر رو در لیلپن برنامهشون رو منفجر کنند و همون زمان روحانی میخواست بیاد اروپا آخه رژیمی که اومد اون زمان هم اومد اتریش آخه رژیمی که رئیس جمهورش میخواست بیاد اروپا چه نمیاد در همون اروپا قبل از اون بیاد عمل تروریستی انجام بده اینا تمام اینها سناریوی خودشونه حالا میگن خب افراد رژیم خب بله افراد رژیم رو اینها میتونن افراد رو اینا شخص افراد رو خیلی میتونن صحنه سازی کنن در پوش طرفدار رژیم باهاش صحبت بکنن از لحاظ فردی اینجور اینقدر افراد رژیم که مثل نظام‌های دیگه نیستن چه افرادی هستن خودشون عقیده دارن ایمان دارن خودشون به این رژیم و دشمن‌هاشون میشناسن با یک زدوبنده های فردی و شخصی با افراد رژیمی که ارتباط دارن با سفارت رژیم با ایران رفت آمد یا مقامی دارن یا دیپلماتن یا حتی به هر حال حتی آدم های عادی چه رفت آمد دارن یا مثلا با سفارت های رژیم رفت آمد دارن اینا رو کاملا میتونن تور بزنن باشن ما شگرد های این فرقه رو میشناسیم انواع اقسام هم تجربه کردیم نمونه شو یه بار آقای این سناریوی
آقای غفور فتاحیان در مصاحبهش من یه بار لیستیدم این چیزشو گذاشتم یا نذاشتم این چیزشو لینجشو یه بار خودش اصلا یه بار در تلویزیون شما صحبت کرد تشریح کرد که در خود اشرف ما وقتی مدت ها می دیدیم که خبری نشد از چیزی از توپباران و بمباران و یا موشک زدن رژیم به اشرف اینا که می زد چند از قرارگاهاشون رو زد خوب انتقام عملیاتی که در از مرزی که می کردن علیه پادگان های سپاه پاسداران اینا در مرز عراق می کردن به انتقام اونها خوب رژیم هم می زد موشک می زد مدت ها دیدن خبری نشد بعدم می دیدن که بله عراق می جه باها شما دیگه مسئله امنیتی ندارید حوزه امنیتیشون رو کم کرد جشتاشون رو کم کرد بعضی امکانات رو کم می داد. بعد اومدن آقای غفور فتاحیان خودش تعریف کرد و هم نوشته هم که اومد در تلویزیون شما هم گفت که اینا رو چند تا از افراد نظامیشون رو خواسته بودن و خودشون گفته بودن که به کسی نجید و اینها ما میخوایم خودمون به اشرف چند تا قنباره بزنیم بیابونه دیگه اومده بودن چند تا قنباره هایی از کردستان خریده بودن با آرم رژیم ایران ارتش ایران سپاه پاسداران اینا آرمش داشته اون قنباره ها اومده تو خود اطراف اشرف بیابونهای بیرون اشرف زده بودن به داخل اشرف که گرایشون هم توی بیابون و صحرا بود و جنزارتون اشرف خیلی ساختمانش پراکنده بود صحرا و بیابون زیاد داشت زمین های خالی زیاد داشت زده بودن تو اون سر من خودم الان وقتی اون موقع که اومدم اینجا آقای فتاحیان تعریف کرد یادم افتاد که بابا من تعجب می‌کردم که چرا بعضی از فرمانده‌هان و مسئولین اصلا نمی‌رفتن سنجر به ما فقط می‌گفتن برین سنجر فقط برای اینکه نفهمیم چه کنیم رژیمه من گفتم اینا چرا سنجر نمی‌رن بعد گفتم خب اینا نه من گفتم نمی‌ترسن دیگه می‌خوان حتما بمیرن هم اشکال نداره نه گوش اینا خودشون می‌دونن که اینا کار خودشونه این از این سناریوها اینا می‌کردن هیچ اصلا مشکل نیست براشون حتی پای آدم های رژیم، حتی پای افراد رژیم، توی خارج تو اینا به نحوی، به یه طوری با یک انواع اقسام ترفنده ها و فریبکاری ها بچشن به این سناریو ها شد و افراد خودشون رو حتی قربانی کنن مثل همین دو نفری که همون سعدون، امیر سعدونی چی بود با زنش نسیمه اینا تو بلژیک دستگیر شدن اینا چه هر دوشون هم سالیان سال 10 سال اینجا توی اروپا فرانسه بلژیک در تظاهرات رو شرکت میکردن اجزاشون هست اجزاشون با مهتبر شمسی هست که نشون دادید قبلا تو دوستان در صحبتاشون گفتن نشون دادن اینها رو میان پول میدن زندگیشون رو تامین میکنن بعدها هم میگن آقا وکیل میگیریم و آزادیتون رو تامین میکنیم کاری میکنیم آزاد بشین بعدا توضیح میکنیم درست میکنیم حالا برین زندان هیچ هم میرن چون اینقدر بهشون دادن و تامینشون کردن که اونو جی میپذیرن خب حالف مبارزتون اینه اصلا فدایتون اینه اینه براشون چیزی نیست افراد تو آمریکا اومدن بودن اومدن عکس برمی‌داشتن داشتن می‌رفتن توی ایران تو هواپیما دستگیر شدن این عکس‌ها رو می‌خواستن ببرن ایران بدن به اطلاعات که اینا دارن تظاهرات می‌کنن آقا عکسی که تظاهرات که خودشون همه دنیا تظاهرات شدیدتر از اون علیه رژیم در اروپا آمریکا بوده که خود سازمان‌ها خود احزاب عکس‌هاش رو برمی‌دارن می‌زنن تو روزنامه خودتون توی اوورسورات توی تامین ویلپن کلی عکساتون رو زدین مثلا رژیم می‌خواد چیکار کنه تو اروپا تظاهر کننده رو مثلا تا حالا چه کار کرده این همه تظاهرات این همه تجمعها این همه شعارها اینا ساخت تماما سناریوهای خودشونه برای تبلیغات چه به اربابان آمریکاییشون اسرائیلیشون این سعودی و اینا نشون بدن که ببین ما چقدر مهمیم ببین ما چقدر رژیم فقط روی ما حساب میکنه از ما فقط حساب میبره دنبال ما هست و اینها و امکانات بیشتر بگیرن ازشون پول بیشتر بگیرن مثل همین سناریو عراقشون که از صدام امکانات بیشتر میگرفتن از این کارها اینها میکنن و مخصوصا توی نیروهای داخل خودشون هم نشون بدن آی ما بلاورم انزن تو آلبانی بدن هنوی میشه همین آقای هرچی نزدیک مقرشون میشه یا میره اونجا دخترش ببینه میگه اومده ما رو ترور کنه من خودم رفته بودم دخترم بعد از جدا شدن رفته بودم ببینم اینا
یه بار سال گذشته که رفتم آلبانی گفته بودن این مریم اومده اینجا، این همزمان اومده اینجا نقشه ترور داشته. بعد خود واقعا مقامات آلبانی که از من پرسیدن واقعا خودشون خندشون گرفت، فهمیدن که آقای مصطفی محمدی با خانومش میرن اونجا تو خیابون، همه اش میگن آقای تروریست تروریست. بابا آخه تو آدم کشتی، تو بلدی. یه بار من اونجا گفتم من اصلا یه جور بخش نظامی اینا نبودم، اصلا تمام فرماندهان که اینجا هستن اینا همیشه بخش های نظامی بودن، آدم کشتن، جنگیدن و ترور کردن. اینها فقط هرچی نزدیک شد، مثلا تو همین اوبرسورواز مثلا ما رفته بودیم چند سال پیش اعتراض بکنیم، آی به جاندارمری گفته بود اینا میان اینجا رو شناسایی کنن، جاسوسی کنن چه بگن مقر اوبرسورواز کجاست. آره جاندارمری خندش شده بابا امروز جی با هر روستایی با جی پی اس میتونی بره همین سریع پیدا کنه، مثلا 30 سال اینجا مقرتون هست کسی نمیدونه شما کجایی. و همیشه هر مسئله رو میکنه امنیتی، هر چیز نزدیکشون میشه خواستشون میشه یه پیرزن پیرمرد اومده جلو اشرف جلو لیبرته، آی اومدن ما رو جاسوسی کنن، آی شناسایی، آی اینجا رو زد. بعد از 2 سال که مثلا یه موشکی رژیم میزد، اینا اون 2 سال پیش اومده بودن اینجا این زمینه سازی کردن برای این کشتار، همین شناسایی کردن. آقا خب اینجا چه مجد تو خود اونجا رژیم آدم نداره شناسایی، رژیم که بهتر از اونا میتونه بشین میشناسه اونجا رو. اشرفی که ما بودیم اون عراقی ها رژیم خودشون از ذرات زاها رو بهتر از همه میشناختن، خود عراقی ها که اشرف دستشون بود. اینجا رژیم هم که بعدها گرفت خب میتونستن بجن. این یه فقط این ترفند همیشگی قدیمی این فرقه هست که هر مسئله رو برای امتیاز گرفتن، برای اینکه خودش رو مطرح کنه و اهدافش پیش ببره، مسئله رو امنیتی میکنه. هر چی رو رژیم مالی، خود اصطلاح مسعود غزنوی بود که میگفت بابا هر کسی رو میخواهید بکوبید، هر کسی مخالف ما حرف بزنه، علیه ما حرف بزنه، علیه ما بنویسه، اولین کاری که شما میکنه خودش میگفت رژیم مالی کردن اونه. یعنی فوری بگین که این عامل رژیمه، آیا از طرف رژیم این حرفا رو میزنه، یا مثلا نزدیک ما بشه هر کاری بشه از طرف رژیم اومده. این ترفند این سازمان ترفند همیشه جیشه فوری این کارها رو میکنه که بجا ببین هر به همه دنیا بجا که ما بحث هر چی به ما نزدیک بشه، هر چی علیه ما حرف بزنه، ببین پس ما میگیم آی امنیتمون در خطره، آی رژیمه، ببین میخواد ما رو بکشن، ببین ما رو در قدر برای اینجا این چنین فضایی بسازه دست به این سناریوها زده. الان تو همین سخنان مریم رضوی در بروکسل هست، واقعا یه بار یه چیز مقالات روزنامه های خودشون داده بودن، آگهی تبلیغاتی داده بودن، یه چیز روزنامه آمریکایی نوشته بودن، من حالا فکر کردم که این فقط برای اونجا دادن چون هیچ وقت اعلام نشدن. مثلا هم تو همین صحبت های مریم رضوی در بروکسل میگه که این رژیم اومده بود موج جدید تروریسم رژیم در ایران، واکنش اروپا آمریکا، چرا واکنش نشون نمیدید، چرا فلان نمی کنید، یعنی اهدافمون زیاد هم پیش نرفته. ما تعجب داشتیم که دیگه الان دیگه کامل دیگه اصلا سفارتخونه‌های ایران رو رژیم رو ببندن، اصلا آی نشده فلان نشده. حالا آهناله چی بعد از این همه سناریوها و این همه کارهای تروریستی اخیر چی سلسله بار راه انداختن اینا زیاد هم پیش نرفته کارمون. به طری در ماهای گذشته نگاه کنید خب طرح‌های تروریستی رژیم در ماهای گذشته علیه مقاومت ایران، یعنی همش هم علیه ماست. برای یه نمونهش اون اهوازی بوده، اونم که کردن که عریضه خالی نشه چون همش علیه مجاهدین باشه شرط میکنن. بعد میگن در فروردین گذشته در آلبانی در صدد به راه انداختن کشتار در جشن نوروز مجاهدین بودن. فروردین گذشته، الان ماه آبانه، اون روز هم یه ماه پیش هم توی روزنامه آمریکایی نمیشه دارم که مهر بود. خب این 8 ماه تقریبا از اون 7 ماه 8 ماه گذشته. شما تو این 7 ماه 8 ماه چرا یک بار نگفته بودن که رژیم میخواست جشن نوروز ما رو در آلبانی منفجر کنه؟ اولین بار اینه میکرد. تو زیر همین سناریو ما اومدن این فکر هم کردن که یه چند تا از این خبرها بگیم تو آلبانی نتونستن همچه سناریوی درست کنن.
بگیم که در آلمانی هم بوده، تون اگر این سنین نجن میگن خب چرا بس اروپا رژیم همش سراغ شما هستین، همه میاد اینا افراد ترور کنی یا تجمع ویلپنو مثلا چون به اونهای خارجی هستن مفضل کنه، خب چرا نمیره آلبانی از این کارا بکنه؟ آلبانی چه مثل اینجور شبه اروپا نیست که اونجا میتونه از این مزدوراش بفرسته کنه. برای اینکه این تاریخ خالی از نباشه زاش خالی نشه، اومدن آلمانی رو هم یه سناریوی اینجوری هم برای آلمانی چیدن، چون اون موقع هم چه نقشه‌ای نداشتن، چنین چیزی گفتن که دیگه جشن عید نوروز ما رو در آلمانی هم رژیم منفجر میخواست بکنه. خب از اون آخه اینقدر شما دنیا رو افراد رو بیشعور میدونید، یعنی نمیپرسن این افرادی که اینو میخونن میشنن که شما چرا اون موقع نگفتین، چرا هیچ خبرگزاری ننمیش، چرا تو آلبانی هیچ روزنامه ازم چیزی ننمیش. خب اون موقع به مقامات آلبانی میگفتین، مقامات آلبانی هم اعلام میکردن 100%، دولت آلبانی هم اعلام میکرد، دقیق رژیم میگرفت، تحقیق میکرد، بررسی میکرد. خب این که به نفعتون بود چون موقع میگفتید. این خیلی مسخره. در ماه مرداد جاسوسان رژیم در حال جمع‌آوری اطلاعات با مصر تو علی میگن در آمریکا بودن. آخه مقاومت شما در آمریکا مگه مبارزه دارید؟ آخه چی تظاهرات همه جای دنیا میشه، تظاهرات کجا و خود تجمعات دونم اجسا افراد همه هست، خودتون تقریب میکنید اجسا رو. همه تمام این سناریو سازی ها هماهنگ پیش میره درست کردن، هم از اون ور سناریو درست کنن، یه خبر درست کنن مثل جشن روز آلبانی، بعدم سناریوهای مثل بلژیک و فرانسه و آمریکا درست کنن، بعدم مریم رجوی بیاد، بعد آقای جعفرزاده کنگرس تشکیل بده، اینها رو مطرح کنه، نظرن سرد بشه، نظرن فراموش بشه، دائم اینها رو مصرف کنن. برای همین مصرف ها از اول نقشه چیده بودن و اینها رو هم میبینین که یه چی پشت سر همین سناریوها داره اجرا میشه. بله، این از جمله همین اومدن مثلا سلسله کارهاشون همین هستجه. در توطئه ها، حرف ها، اطلاعی ها علیه ماها، جدا شدگان، مخالفین و مسئله امنیتی کردن، آی مزدور رژیمه، آی رژیم، آی رژیم، رژیم، رژیم. مثل قول خود مسئول رجعی میگفت ما به آمریکایی ها توی عراق اینقدر رژیم رژیم گفتیم، دیگه خودشون صداشون در اومد به ما اعتراض کردن که بابا چقدر شما رژیم رو بزرگ میکنید، میگین ها میبا هر پشت هر درخت یه پاستر بایستده تو عراق ها بترسید، ما هم چیزی ندیدیم. حالا آمریکا عراق هم گرفت و بعد هم توافق کردن دو رفت. اینها همش سراپا مسئله رو امنیتی میکنند و مسئله رو برای اینکه دفعه این روزا هم که اومدن برای مبارزه اصطلاح بجن که ما مبارزه میکنیم به افراد خودشون لغره کاری باید بدن، آقا اینکه بیکار باشن چه همین کارهای سناریو سازی ها و اینها و که غیر از این کاری ندارن که به اصطلاح اسمشو بزنن مبارزه، لغره باید یک کارهایی بدن، از جمله مثلا همین فعالیت ها و معرفی ماها به اون نوچراشون به اصطلاح که اینا نوچراشون هستن، البته چون اماشون چه سایت های ما رو هک کنن. من در یه مقاله نوشتم در شماره چهار میتونید نشون بدید که واقعا بعد شعارهای دموکرات آقای خانم مریم رجعی میره پارلمان اروپا این برای من میگه آلترناتیو دموکراتیک آزادی بیان، ما به مخالفان خودمون همه جا آزادی خواهیم داد، هنوز به حاکمیت نرسیده. حالا این در زمانیست که رهبرشون چه مفقود لسره، خودشون همجا آواره بود در بدر همه کشورها هستند، بار این وضعیت فتال اومده بیاد سایت فکر میکنه، آیا نذاره مخالفت بزنه، حالا هر وسیله چه دستشه، حالا زیر از به حاکمیت برسه چه کار میکنه. از همینجا معنی آزادی بیان و دموکراتیک بودن هر کسی رو در اخلاق و رفتارش باید دید دیگه. شما هر کسی رو بخواید بشناسید چیه، حرفاش خوبه، حرفای خوب میزنه، خوب باید تو عملش ببینید آقا اخلاق و رفتارش چیه. یا آخوندی بالای منبر بیاد آیه بخونه و اخلاق رفتار اینها به من بده و توی مردم زندگی میکنه، اگه برخلاف اون ببینن چه کسی حرفشو قبول نمی کنن، چه اینجا دیگه عملشون رو همه ما میبینیم. بعدم به ما در یه
دیگه هرچی هم صحبت از دموکراسی و آزادی بیان بده، دیگه مریم گذر با این کارهاشو نمیتونه اونم که درس دموکراسی و آزادی به ما بده. البته تنها چی نیست، ما چه دموکراسی و آزادیشون رو 30 سال در داخل تشکیلات هممون دیدیم چه وضعیتی بوده استالینیسم حاکم بر این فرقه. و یه چی هم که ریزش دائم نیروها بر اثر این فشارها و فشارهای تشکیلاتی که میکنن و وضعیتی که افشا شده، همه دیگه عقل و شعور به کار میبرن، میبینن وضعیت این فرقه رو و دروغهاشون، حرفاشون و سرکوبی که در داخلشون هست، موج ریزشی که الان هست، هر هفته میان بیرون، اخیرا چند تا از مسئولین فرماندهان و افراد قدیمی و سالیان رو اومدن و اعلام جدایی کردن توی آلبانی که پخش کردن تو سایت ها هست. و یه چی هم در رابطه با مرج و میرها هم میخوام بگم که این اگر شما نشون بدید، من اون شماره 4 یا 3 نشون دادم، هک کردن سایت های مخالفین. بعد یکی از این لینک های اسمی جعفرزاده هست، این با اون جعفرزاده که اینجا هست فامیل هستن؟ نه، این الان شماره 5 آقای عبدالله جعفرزاده که فوت کرده در آلبانی، در مقر مجاهدین مسافر غیر رضوی در آلبانی، یکی هم آقای آرش غلامی پور، این دو نفر با هم فوت کردن. همیشه هم من نمیدونم چرا یه نفر معمولا نیست، اغلب هم همیشه دو نفر سه نفر این فرقه اعلام میکنه که میمیرن فوتاشون. نه، این آقای عبدالله جعفرزاده هیچ نسبتی با علیرضا جعفرزاده نداره. این من آقای میتونید نشون بدین در شماره 5، من با ایشون زندان زمان شاه با هم بودیم، خاطرات زیاد داریم، من عربی بهش درس میگفتم تو زندان، خیلی فرد مهربون و خیلی متواضع و خیلی مطیع بود. و هر حال در دستگاه رضوی دیگه عرض میگفتن، عرض میزم قبول میکرد و انجام میداد کاراشون و اینهاشون. این چه 70 سالش بود، 2 سال هم چند سال، 3 سال، 2 سال از من بزرگتر بود، نزدیک میشه 70 سالش بود. خوب مریض شده بود و مدت ها بیمارستان بود، فوت کرده. به هر حال نتیجه فوت ها عموما، چه حالا اونایی که سن زیاد هم داشتن یا مخصوصا مال آقای آرش و غلامی پور چه جوان بود، اینا میشن ایست قلبی نوشته برای آرش غلامی پور، لینچ دومی نشون بدید. خب اینا که مسلمه که این در یک محیط بسته ای که هیچ کس نمیتونه هیچ اطلاعی از مرجع چگونگی مرجع افراد داشته باشه، خب این حق رو میدین که یه جمع مشکوک دیگه. شما الان ببینید در هر شهری، کشوری، تمام فوت و حتی پیرمردم فوت بکنه بدون جواز دفن از دکتر دفن نمی کنن هیچ جا. اصلا چرا؟ خب برن که حتی پیرمردم باشه 80 سال 90 سال هم داشته، مریض هم، حتی تو بیمارستان هم بمیره، میبینین دکتر باید جواز دفن صادر بکنه. یعنی یک دستگاه، یک سیستم بیرون از اون دستگاه تو، خانواده تو، باید نظارت داشته باشه چه آقا این مریض بوده فوت کرده، پیر بوده فوت کرده. و یه علتش تنها جایی که الان توی دنیا افراد بدون جواز دکتر دفن میشن یا مرجشون اعلام میشه بدون اینکه یعنی هر تنها منبعی که علت مرج افراد رو اعلام میکنه خود این فرقه است، که در پزشک جنونت و هیچ سندیتی ندارن. الان این همه افراد، الان تقریبا نزدیک 30 نفر تو قبرستان چیز عکسشون هست، عکس قبر تا الان نشون دادیم توی تیرانا، الان قبرستانشون هست اونجا، از وقتی توی 3 سال 4 سالی که رفتن تا حالا 30 نفر فوت کردن، اونجا که اونجا هم قبرستان درست کردن. یک مورد نبوده که واقعا غیر از خود فرقه مرج اینها رو تایید کنه.
سند بده یا معاینه کنه یا بگن آقا پزشک قانون این سند پزشکی قانونیه، این آقا به این علت مرده، آقا این آرش کار کلا میپوکن، چرا سرکش اونهایی چه قبلش مردن، زنان و مردایی چه قبلش مردن، هیچ کدوم اکثرا سنهای خیلی بالا نداشتن، چه مثلا سن مرج نبود اصلا سنشون مثلا بمیرن. خب اینها رو باید دلیل اصلا اکثرا هم تو اشرف که فراوون بود، تو لیبرتی فراوون بود، من خودم اشرف خیلی هاشون از تعداد از خیلی از زمان ها از خیلی سال ها اصلا عملیاتی وجود نداشت که کسی کشته بشه مثلا که شهید میگفتن، اون اصلا از تعداد شهدا شهیدهای هر سال مرده ها خیلی بیشتر بود، اونم در مثلا 3000 نفر اومده. ما اصلا اولا این همه مریضی که ما اونجا داشتیم واقعا اصلا عجیب بود. من میگفتم آقا من خودم مقایسه میکردم، مثلا میگفتم آقا اینجا ما 3000 نفریم، زمان شاه ما دانشگاه تهران 3000 نفر بودیم، این نمیدونه بود، مثلا مقایسه میکردم میگفتم بابا مثلا ما از دانشگاه تهران مثلا ما این همه دانشجو زمان بودیم ساد دو دهه 50 میشه چقدر مریض بودیم، مثلا ما چقدر میرفتیم دکتر امداد دانشگاه بچه بیمارستان بستری چقدر داشتیم، یا مثلا چقدر از دانشجوامون اون موقع میمردن دانشجو مثلا جمسن. اصلا چیزی اینقدر از بین 3000 نفر همیشه بیمارستان پر بود از 300-400 نفر بستری، یا هر چند ماه یکی میمرد اسمش هم میگفتن مجاهد صدیق، اون شهید نمیگفتن میگفتن مجاهد صدیق، صدیق آیه خاصه ما هم این که هرچه از در راه خدا حضرت بکنه بمیره به بهش میره، این رو همیشه عذر خدا با او هست بمیشه روی قبرش می نوشتن، از این آیه خیلی خیلی قبرهای اشرف اجر کسای برن ببینن، این آیه هرچه در حضرت بمیره زاش بهشته و مجاهد صدیق فراوونه زیاده. خب اینها هم مرجومیر هم بستری بیمارستان برای چیه؟ خب برای اینکه شرایط اونجا فشارهای روحی، نشسته ها، قلب و مغز و اکثرا هم اکثر مرده ها تا حالا یا ایست قلبی بودن، سکته قلبی بودن یا سکته مغزی، سرطان به ندرت بود، کمتر از این بود از قلب و مغز بود، فشارها روحی، جسمی، هرچس الان اکثر دوستایی که الان موقع ها حالا ما تو بخشای سیاسی بودیم، بچه های تو بخشای نظامی بودن یا تدارکات بودن یا پشت جبهه بودن، پشتیبانی بودن، آشپزخونه بودن، اینها یا عملیاتی بودن که ماها پیاده رفتن که الان بچه‌ای که بیرون اومدن خیلی هاشون الان اصلا در بدون چه سن بازنشستگی برسن از کار افتاده شدن، الان حقوق از کار افتادگی میگیرن، پناهندهایی که اومد یعنی اومدن بیرون از این سازمان از کار افتاده شدن، یا کمرشون یا پاشون یا اونایی که تیر خوردن اون زمان، اونجا هم واقعا اینقدر کار میچشیدن و بیخوابی مخصوصا، اصلا خواب یکی از عوامل اصلی بیخوابی، یکی از عوامل اصلی سکته قلبی، سکته مغزی هست، اکثرا اونجا خواب نداشتن، حتی ما تو بخش سیاسی بودیم بیشترم دیگه میخوابیدیم 5-6 ساعت، خیلی مواقع 2-3 ساعت بیشتر نمیخوابیدیم، 18 ساعت کار بود عادیش، 18 ساعت بقیه هم دیگه نصفش هم بیدار میکردن، آماده باش خطر، یا مثلا بیا کار فوری داریم بلند شو بیا اینو ترجمه کن، اینو بنویس، یا فلان جا برو پست بده فلان، داد میخوابیدی صبح یلا بلند شو نماز بخونید، با شکنجه آدمی که یه ساعت دو ساعت تازه پست بوده اومده خوابیده، با شکنجه بیدار میکردن که بلند شو برو وضو بگیر، دستورتو بشور، بیا نماز بخون بعد بخواب. آدمی که دو ساعت یه ساعت خوابیده بلند شه بره وضو بگیره دستور بشونه در نماز باید چجوری خوابش ببره، این شکنجه‌ای که تو زندان ها میدادن، از خواب بیدار میشدن صورتشو بشور دوباره بخواب، این هم شکنجه بود واقعا. بعدش هم بعد از صبحگاه تازه نماز خونده، بعد گفته بلند شو باید برو صبحگاه، باید صبح زود باید دو ساعت بعد بلند شه بره صبحگاه، بعد بیاد اگر اجازه بدن که چون پست بوده چند ساعت بعد بخوابه، بعد نشست بیا نشست عملیات زاری، بعد از نشست بره بخواب، اگه نخوابیدی اگه دیگه نمیتونه بچشه، تازه خیلی واسه همین هم نمیذاشتن بخوابن. وحشتناک یکی از عواملی که اونجا ما مسائلی که روبرو بودیم مسئله خواب بود، من خودم
یه بار با یکی از دوستان جوانون هم جدا شده، آقای صداقت توی یکی از کشوراست، با هم توی روابط بودیم، رفته روابط خارجی بودیم تو بغداد، دفتر سازمان تو بغداد بودیم، رفته بودیم اونجا پرس سنتر میگفتن، مرکز مطبوعاتی، مرکز مطبوعات بغداد، اونجا تمام رسانه ها، رویتر و AFP و خبرگزار فرانسه و خبرگزار آسوپرس و اینا همه مرکزشون اونجا بود برای تهیه اخبار جنگ و اخبار عراق، که اونجا مرکز مطبوعات میگفتن. میرفتیم برای انعکاس گرفتن و حرفای سازمان رو، اطلاعیه های سازمان رو میدادیم، ترجمه میکردیم، میبردیم، میرسونیم، میدادیم. بعد یه بار اونجا نشسته بودیم که نزدیک وزارت حساب، وزارت چیز بود، یه وزارت حساب فرهنگی ارشاد، اونجا وزارت اعلام میگفتن، یعنی وزارت رسانه ها، وزارت اطلاعات زمان شاه میگفتن، اطلاعات وزارت فرهنگ و حساب رسانه های عراق بود. اونجا ما نشسته بودیم، بعد خیلی از عراقی ها بودن اونجا و محافل مجالسشون و می اومدن مثلا برای رسانه ها یا مثلا آبونی مجلات و اینها و برای اخبار اینها مسائلشون نشسته بودن مبلا و اطراف. یه بار یه دفعه دوستم به من گفت ببین ما چورتمون می برد نشسته بودیم که تا نوبتمون بشه و کارامون انجام بدیم، میگو ببین غیر از ما اینجا هیچ جا چورت نمیزنه واقعا، یا مثلا دکتر میرفتیم نوبت میگرفتیم همه خوابمون میبرد، بعد میگفتیم ببین هیچ چیز خواب برن که همه خوب زندگی دارن، لگره یه ساعت مشخصی کار میکنن، ساعت مشخصی میخوابن، تعداد ساعتشون زندگی عادی دارن، چند حاجزهایی که ما هر جا میرفتیم خوابمون میبرد ما بودیم. حتی یه بار یادم این آقای جناب این بهزاد صفاری که الان از نوچه های مریم رجبیه و عامل اونجا ارتباطش با آمریکایی‌ها بود قبلا، الان با همین مقامات آلبانی اونجا تو این زریان، آقای محمدی نام این همش برو بیا داشت و عامل اصطلاح هم سرکوب و هم پیشبرد اهداف ضد انسانی و ضد حقوق بشری سازمان هست همیشه، اون خودش تعریف میشه میگفت با آنچه از اون فلانچه ها و بادمزان دور کابسین ها و اصطلاح وفادارهای در از یه چه رجویه، خودش میگو من یه بار رفته بودم یه نماینده پارلمان رو ببینم که حمایت بگیرم ازش، حمایت از سازمان رو بگیرم، تو دفترش نشسته بودم تا اون نماینده بیاد من خوابم برد، بعد اومد من بیدار، خودش اومد من بیدار کرد، بیدار کرد، بعد گفت برو بلنشو برو دیگه، من راه نداد، بعد از اونم دیگه هیچ وقت به ما ملاقات نداد، گفت چرا چی میاد دفتر من اینجوری میخوابه، بعدش اومده بود خودش داره میگه، گفت ماها فقط میریم تو این ور ور چرتون میبره خوابون میبره، همه اینو شاهدن تو اتوبوسا تو بیرون هر کاری داشتن کسی چی میره، اصلا یا تو حتی تو ملاقات ها تو مطبوعات میرفتیم، روزنامه ها ما روزنامه های عراقی ما میرفتیم با بچه ها با دوستان، در خود اونجا که با مدیر روزنامه من صحبت میکردم، گردم اون کسایی که همراهمون چون دو سه نفری همراه میرفتیم در عراق هم و همه از باید چند نفری بریم، حتی من مثلا صحبت با محمود میخواستم من صحبت کنم چند نفر همراه هم میکردن که هم از به عنوان حفاظت و هم کنترل و اینها، حتی میرفتم اونا از هم میرفتیم تو دفتر کارش با مسئول و با مدیر سردبیر روزنامه دارم صحبت میکنم به دفتر کار، اون دوستم خط خوابیده بود خورکنش هم بلند شده بود، بودم بابا آبرومون بردید، برای اینکه اصلا همه اینجور بودن، برای اینکه این فشارها این واقعا فشارهای روحی جسمی که به افراد اونجا وارد میشد، خب به قلب و مغز و اینا آسیب میرسون، در نهایت خب میمردن، و این بدون اینکه کسی دلیلش اعلام کنه، بدون اینکه به دکتر ببرن چه دکتر مرجش رو اعلام بکنه، چون هر کجا چه تو عراق و چه الان تو آلبانی همیشه با حمایت آمریکا و همون رژیم ها اونجا از آلبانی اینا چه توافق کردن، هیچ چیزی حق دخالت نداره، نه امور خودمون اداره میکنیم، کمیساریا داده کامل در اختیار خودشون، نه مسئولین خودشون دارن خودشون اداره میکنن، قولهایی که بهشون دادن
باورشون شده که برای اینا به همه چیز رسیدگی میکنن، همه چیز قضاشون ما میدیم، تأمین میکنیم بلان، برای اینجور موارد که میمیرن هیچ نمیپرسن چه آقا خب آخه این افراد چه لیست دارن، از عراق رفتن لیست دارن، این که مرده چرا مرده، این ها رو مثلا بیمارستان ببرن، باید کمیساریا مطلع بشه، باید یه صاحبی اینها بیرون از این سازمان داشته باشن. این آقایان فقط این افراد رو دادن در بس در اختیار این رهبران استالینیست دیکتاتور، این فرقه بسته جنایتکار که جنایتهاش تا حالا بارها رو شده و زندانش جنزای اشرف و قتل های مشکوک و قتل های نه مشکوک هستن، قتل های زیر شنزه و افراد بسیاری در سربنیز شدن به عنوان مخالفین، خود دوستانش اومدن بیرون ریز ریز اینها رو افشا کردن، این چنین فرقه اینها رو دادن دستشون. واقعا فشارهایی که همچین مریضی ها، من گفتم یادم افتاد یک خاطره رو به عنوان یک سند واقعا چون خودم شاهد بودم تعریف بکنم. من در سال موضوع مسئله واقعا جنسی یک مسئله هست واقعا و کنون یک افراد رو چه علاوه بر فشارها و فحش و بدبیراها و تحقیرها و تو سرزدنهایی و بیخوابی دادنها و اینها که هیچ جسمی حالا روحی چه فشار به قلب و مغز میاد تو این نشستها، غیر از اینها و مسئله جدا کردن افراد از زنها و از شوهرها، شوهرها از زنها، قطع خانواده، قطع ارتباط و هر گونه، خب این فشارهای جنسی، بعد هم همون فشارهای جنسی طبیعی رو به شکل عامل سرکوب و عامل تحقیر کردن که هیچ سوالا فشار نیستن، خود همین فشار جنسی چقدر عامل از بین بردن و تحلیل بردن جسم و روح اینها میشد، افرادی که در سنین 40 سال 50 سال، اون زمان ها شما بودیم بین 30 تا 40 سال 50 سال بودیم، خب همین ها بسیاری رو مریض میکرد، مخصوصا تو زنها. من خودم شاهد بودم یک بار این آقای که در حمله تروریست ها به اشرف کشته شد، حمید باطبی معروف بود به رحیم، مسئول حقوقی اشرف بود، زمانها همیشه تو روابط با ما بود، روابط با عراق با ما بود و شاگردای عربی من بود، برای صحبت با عراقی ها اینا هم با سربازای عراقی افسر عراقی رابط بود، بعدها هم شد بعد از سقوط صدام دیگه شد مسئول حقوقی و قانونی افراد اشرف که ارتباط پیدا میکرد با ادارات و دادگاه های عراق و بوچلای عراق و برای وکیل گرفتن اینها و همچنین برای این مسائلی برای وزارت خونه ها و توی دستگاه ما بود، دستگاه روابط ما بود، برای نامه هایی که به ادارات می نوشت، وزارت خونه ها می نوشت، می داد من ترجمه می کردم. یه بار یه نامه به وزیر بهداری نوشته بود، داد من ترجمه کردم، نوشته بود که ما درخواست پزشک زن کردیم، از یه پزشک زن اومد اینجا، زنان ما رو که در بیمارستان اشرف بستری هستند اینها رو معاینه کرد، وقتی اومد اینجا اینها رو چک کرد رفت، قرار بود هر هفته زنجیر رو یه روز نمی آدم یه روز دو روز بیاد اشرف، دیگه نیومد. خواهش میکنیم این خانم دکتر رو دوباره برامون بفرستید که این زنهای مریض ما رو در بیمارستان اشرف رسیدگی بکنه و معاینه بکنه، ما فقط دکتر زن نیاز داریم که اون میتونه زنهای ما رو معاینه کنه. بعد برای این چی نوشته بود، خود این جملهش بود تو همین نوشته بود 50% زنان ما دچار بیماری های زنانه هستند. خب معلومه این، بعدا من خودم فهمیدم این پزشک زن علتش پرسیدم که چرا بس دیر نمیاد، اومده پرسیده از همین زنهای مسن 40 سال 50 سال، آه یکی دو تا نه 100 تا، این همه زن مریض، بعد پرسیده خب شو چه شما شوهر ندارید؟ نه. اون شوهر ندارید؟ نه نه. دید اصلا اینا خانواده ندارن، ازدواج کرده بودن بعدش هم بیه کردن رفتن. خب این دیگه وقتی بیماری هاشون دیده با این وضعیت دیگه نیومده. اینه که واقعا این فشار ها هم زن هم مرد انواع اقسام بیماری ها میگرفتن، بعدش هم میمردن بدون کسی دلیلشون
بدونه و روش تکیه کنه، روش اعلام بکنن، افشا بشه، برن یخه این عوامل اینه بگیرن. آقا بعد هم مبارزه است، آقا مبارزه پیش میره، آقا یعنی کدوم مبارزه این چینین بوده؟ آخه وجه خانواده نداشتن فلسطینی ها 30 سال، 20 سال، 30 سال بعد از دو برابر ماها بعدش زر صاحب خاک شدن، مبارزهشون تا حد زیادی پیروز شد، تو دنیا شناخته شدن، دولت تشکیل دادن، تمامشون از اولین چیز یاسر عرفات توی 50-60 سال پیش که تشکیل داد سازمان آزادی بخش فلسطین رو، از همون اولش همشون خانواده داشتن، زن و بچه داشتن، مبارزشون هم میکردن، زنجشون هم میکردن، کشته هم میشدن، کسی که بره زنجش هم بکنه کشته هم بشه دلیل نداره طلاق بده، خانواده نداشته باشه، فکر جنسی اصلا نداشته، حق نداره بکنه، باید بیاد بجه اعلام کنه، بنویسه، نمیدونم نشستای سرکوب و نشستای تحقیر و نشستای تفتیش فکر و ذهن و اینها و آی مخالف با رهبری تو سرش شب چی فکری کردی در رابطه با مخالفت با رهبری با سیاست، باید بیاد بجی و توبه کنی که چرا این فکر به ذهنت رسوخ کرد. این هر لحظه رد می شدی از صبح تا شب می گفتیم آقا الان این حرفی چی می زنن یه چی میره میجه، گزارش باید بدین از همدیگه، باید گزارش بدین، انتقاد کنید از همدیگه، هر حرف هر ذهن کسی بیاد تو نشسته باید بشه فلانی این روز این حرف زد، فلانی این روز اون حرف زد، نباید می زد، اون حرف چرا زد، بقیه باید فوش بدن، توف کنن به روش چرا فلان زد، فلان حرف زدی، این اصلا نمی شد تکنه. هر آن هر لحظه آدم اونجا فکر میکرد چلان یه چی داره میشنوه، دو نفر مینشستیم با هم صحبت میکردیم، میرفت میگفت اینا مینشسته بودن اونجا پت پت میکردن، حالا چی میگفتیم؟ من گفتم گران شدم چندین بار عصبانی شدم، داد زدم، نشستی به هم زدم، خیلی ها میشسته رو به هم میزدن، شما این برای چی شنیدی من چی گفتم؟ نه نشنیدم، فقط پت پت میکردیم، بابا داشتیم من درس عربی سوال میکردم، میگفتم از کجا میدونی من؟ نه حتما یه چیزی علیه رهبری میگفتیم. اینجوری به افرادم اعتماد نداشتن که با همین بی‌اعتمادی افراد رو سرکوب می‌کردن، فضا ایجاد می‌کردن که همه دائما هر لحظه لحظه هر لحظه خودشو در فشار ببینه. توی این فضا، توی این نه خانواده، نه زندگی طبیعی، نه ارتباط با بیرون، نه با اینترنت، نه با نه مطبوعات، نه چیز، بعد افراد توقع داریم چه زن جسم روحشون سالم بمونه علاوه بر فشارهای کاری. خب طبیعیه در این نسبت تعداد جمعیتش با تعداد بستری ها، با مریض ها رو بسنجی، نسبتی که بسنجی با مرج و میر ها، با مردن ها که الان هر هفته هر چند ماهی الان هر ماهی دو نفر سه نفر اعلام میکنن اونجا مرده، اونم دو آلمانی، حالا تو عراق که هیچ زمان خیلی میمردن تو اشرف، حالا تو آلمانی، تو اروپا حتی تو این فشار، این کجا سابقه داره؟ در کدوم مدرسه، در دانشگاه یا هر مؤسسه تعداد این تعداد افراد از این تعداد این همه مریض و این همه مرجومی؟ خب اینها رو سازمان های بین المللی، ایرانی ها و شخصیت های ما توجه نمی کنن، نمی بینن چه بالاخره اینها یک گوشه از ایران هستن، تاریخ ایران هستن. الان مثلا همین آقای عبدالله جعفرزاده واقعا آقای یک ایرانی، یک شخصیت ایرانی، روزش حقوقدان ایرانی، این همه آقای مثلا آقای عبدالکریم لاهیجی، خیلی هاشون با دنیا ارتباط دارن، حقوق بشر ارتباط دارن، هیچ ادعای مبارزه و اپوزیسیون و مبارزه برای حقوق بشر در ایران دارن؟ خب در ایران چه، فقط تو داخل ایران چه نیست که، خب اینا هم ایرانی هن. یه افتادن دست یه چه رهبران فرقه چنین شستشوی مغزی میدن و افراد رو با چنین اندیشهای غلط مسخره ضد انسانی تو مغزشون فرو میکنن، بعدم فضای ایجاد میکنن که افراد اصلا نتونن بیان بیرون، افراد اصلا فکرش نکنن، فکر خوندن فکر و افکار اینا بیگه فکر میکنن این یه خودش یک فلسفه داره فلان، و گول زدن و به افراد رو این چنین اسیر شد، یک اسارت فکریه. من چرا به اینها توجه نمی کنید؟ به اینها رو مگه ایرانی نیستن؟ اینا هم یه گوشه از ایرانی دارن سرکوب میشن. نیروها بهترین نیروان آقای عبدالله جعفرزاده، خب حالا می نویسه آقا فوق لیسانس مهندسی از مکانیک، خب این سالیان سال اونجا توی تدارکات بوده، حفاظت بوده، همش کارهایی می کرده،
که اصلا یادش رفته مهندس چی آتل و باطل و بعد از زیر فشار و بدبختی و نشست اون نشست اون نشست حالا این از قولش ببین چه چیزهایی نوشتن مسعود و مریم من فقط برای مسعود زندم برای مریم زندم انقلاب مریم انقلاب مسعود انقلاب چی کرده این انسان به این خوبی مهربون واقعا متوازی خیلی تخصصش کجا رفته این تخصصش از کجا چسب کرده بوده از با این پول و با سرمایه ایرانی سرمایه ملت ایران بوده و سیاست خوب زندان زمان شاه بوده ولی چی این فکر و تفکر اینقدر تنگ کرده در حصار مغزی مسعود مریم چی کرده اینو از بین برده تین نیروهایی رو از بین میبر آخرش هم با اون بیچارگی و بدبختی اونجا باید بیان بمیرن یا مثلا اون آرش و غلامی پرکت جوان بوده هاتون اومده با چه آرزوهایی چه بالاخره روزی آه گفتن همین امسال سرنگون میشه امسال سرنگون میشه یه سال دو سال دیگه میدارم آی فلان آی فلان با این وعده وعیدا ششوندی آوردی اونجا خود دلچیم ایست قلبی چرا یه دفعه ایست قلبی کرده باید اینها رو و همچنین یه چی چند وقت پیش توی آلمانی بود دریا رفت رفتن یه چی که غرق شد گفتن نجات داده رفته بوده اون نجات بده نجات داده بعد خودش غرق شده در حالی که اون خودش گفتن آقای همین مالک شرایی که گفتن خودش شناگر بود و نجات خریق بود بعید بود خب هر کسی نیست که بگه آه بله باشه اولا اصلا حالا گفتن که بعضی ها میگن خب اینها مخالفین بودن به این طریق اینا رو سر به نیست میکنن حتی اگر اینم قبول نکنیم اصلا بگیم خودشون میمیرن یا این چین حوادث واقعا روی میده درجه یه چه تقصیر و درجه یه چه واقعا جنایت به سران این فرقه برمیگرده و باید مقام های حقوق بشری شخصیت های حقوق بشر احزاب حقوق بشر نهادهای بین المللی مجامع حقوق بشری بین المللی باید یخه سران این فرقه رو بگیرن که آقا چرا اینها اینقدر میمیرن چرا شما دریاچه‌ای که بغل نزدیک مقرشون جدیدشون همون اصالتگاه و زندان قلعه جدید که درست کردن با سیم خاردان هر وقت خودشون فقط افراد رو میبرن میارن تحت کنترل شما برای روحی به حساب اونجا گفتن روحی رفاه خب میبرین اینها رو به دریا تو تابستان جرماز اینا شنا کنن خب چرا نمیبرین کنار دریایی که همه مردم هم هستن اونجا نشان گذاشتن همه دریاها نشان میزنن آقا از اینجا اونورتر نرید غرق میشید بعض نجات خریق هست مواظب هست اصلا مردم هستن مواظب هم دیگه هستن چرا اینا برای میبره به یه جایی که هیچ کس نباید باشه اونجا معلومه که به خاطر این غرق شده بود دیگه که اگر یه جای عمومی بود و حتما احتمال بیشترش بود کسی میدید و نجاتش میداد ولی عمدن جایی میباید باشن جایی ببرن که هیچ کس نباشه دریاچه یا دریا خلوت باشه اون ساحل نباید کسی شنا کنه که اولا از لحاظ جنسی نمیدونن اونجا زن باشه زن نبینن زن فلان رو با مایه و اینها نباید ببینن حالا این توضیح شرعی و به حساب اسلامی و ایدولوژی خودشون هست که دارن علاوه بر اون اینجا اگر توی مردم قاطی بشن اینها خب معلومه فرار میکنن میرن هم از ترس رفتن فرار کردن هم از ترس این مسائل ایدولوژی شرعیات خودشون که توضیح میکنن و گفتن اونا دیگه لوس میشه خراب میشه نمیبرن توی جمعیت و جایی که همه شنا میکنن اینا میشن باید جای خلوت باشه هیچ کس نباشه دو سه نفر افراد خودشون فقط باشن خب اینا هم چنین چیزهایی پیش میاد خب اینها رو میدونین که کسی یخشون رو نمیگیره آقا اینا رو چرا بردین اونجا شنا کنن آقا چرا بدون حفاظت در جایی که نه حفاظت داره نه علائم داره اصلا محل شنا نیست خب میبرین شنا میکنن یا این آقا زبون بود مرد خب ایست قلبی شما اعلام کردید ایست قلبی آقای کمیساری های تیرانا چرا نمیگی که آقا این پناهنده است اینجا کوج باز دفنش کدوم دکتر این معاینه کرده گفته این ایست قلبی کرده و علتش چی بوده چرا اصلا اصلا این بیماریش چی بوده چرا این اینقدر مریض شده علت بیماریش رو باید بگن آقای کمیساری ها به اینا خب پناهجوی کمیساری ها تحت اختیار اون سازمان های بین المللی باید اینا باشن نه تحت اختیار یک سران یک فرقه که هیچ گونه صلاحیت
ندارن که سرپرستی کنن افراد رو. اصلا اونجا به اسم سازمان مجاهدین نیستن که. میگه ما آقا یه عده پناهجو هستیم، ما هم نمایندهشون هستیم. توی عراق هم لیبرتی چه برده بودن همیشه اینجوری میگفت. نه سران این از این بهزاد صفاری اینا میرفتن صحبت میکردن با کمیساریا یا سازمان ملل آمریکایی‌ها، میگفتن نماینده ساکنان. کدوم ساکنان؟ اولا سکونت اینید. کدوم ساکن؟ نماینده ساکن. الان تو آلبانی هم میگه نماینده ساکنان. خیلی عجیبه آخه. کدوم ساکن؟ ساکن آخه ساکن سکونتی بدون نداره. سکونت از سکنه، از سکونت یعنی آرامش. یه آقا گرس بده من این گرس مسکن بخور. مسکن یعنی تسکین میده، یعنی آرامش میده. آقا سکونت وقتی میگن به منزل، به خونه میگن مسکن، یعنی محل آرامش، محل مستقل، یه خانواده توش زندگی میکنه، آرامش پیدا میکنه. آقا کدوم مسکنی نیست اونجا؟ پادگان مقر نظامی، از صبح بلند میشن نماز بخون، بعد از نماز باره بره صبحگاه. حالا نمیدونم نماز دیگه چیه، صبحگاه چیه؟ هم نماز هم صبحگاه باید باشه، هم بعدش برنامه کاری بشینن، صف بکشن، دستور کار بخونن، بعد برن فلان و بعد این ساعت کار کنن، فلان ساعت باید بخوابن، فلان ساعت باید بیدار بشن، هر ساعت هم خواستم میتونم بیدار بکنم، بیام باید سر کار، بیام پست، بیام جبانی، بیام و چی و کدوم پاد این کجاش آرامش، کجاش اسمش مسکنه، میگه ساکنه، نماینده ساکنان. نماینده چی تعیین کرده که اینها جمع شدن شو به شما نماینده؟ از هیچ کدوم اینا رو، نه کمیساریا، نه اون دولت آلبانی، نه آمریکا، از اینا پرسیده آقا شما اومدین اینجا صحبت میکنی، نماینده چی به اینا شما رو نماینده تعیین کرده؟ برای چی اصلا نماینده داشته باشن؟ هر پناهجویی یک شخص خودشه، پناهجوی اینا تو آلبانی، هر کدومشون ثبت شدن، اسامیشون از عراق دادن لیست به عنوان پناهجو در اونجا، بعدم برنامه چه توافقی که با آمریکا کردن آلبانی، من خودم دیدم همون روزای اول انتقالشون، دولت آلبانی گفته اینا هم مستقلن، اینا هر کدومشون میتونن در جامعه آلبانی ادغام بشن، ازدواج کنن، میتونن اینجا زندگی کنن، میتونن هر کشوری خواستن برن. این چه کجای این توافق و عمل شده؟ به چرا این فقط خواست آمریکاست؟ فقط آمریکا این آقای بردن اونجا که پادگان باید باشه؟ بله چشم، بله اختیار خودتون باشه، اصلا در اختیار خودشون، شما همش افراد همه در اختیار شما، چه به اینها رو نگه دارین تا ما یه روزی مثلا به این امید که از شما استفاده کنیم به عنوان یک برج در برابر رژیم، چه آقا ما ببین از اینا حمایت میکنیم، عجب با ما چیزی بگی اینا رو مسلح میکنیم، اینا فلان اینا باشه. بعد وقتی بیچارا دارن اونجا مریض و علیل میمیرن، بعد اینا آقای آمریکا اینا رو به عنوان برج استفاده میکنه، به اصطلاح چکش معلقی والای سر رژیم بچرخونه، چه اونم موهوم که اصلا این سیرگاتن وضعی کدوم چکش میخواد عمل بکنه معلوم نیست. بعد اینا رو داده دست حضرات رهبران فرقه ای امثال ابریشمچی و یاد فرید بینمون محمد علی توحیدی و امثال وحت مرایی و مژگان پارسایی و صدیق و فلان، اینا حضرات اونجا تا سرنوشت اینها رو گرفتن دستشون، افراد رو هر جور میخوان، هرچه به عنوان میخوان مسائلشون، ما باید صحبت کنیم، ما از طرفشون باید حرف بزنیم با کمیساریا، با دولت آلبانی، ما میبریم بیمارستان، ما میبریم میمیرم، میبریم دفن میکنیم بدون اینکه کسی بپرسه کنین چرا مریض شده، علتش چی بوده، چرا مرده، علت مرگش چیه. دنیا اصلا نمیرسن به این، فقط برای منافع خودش آمریکاست، یکیش آمریکاست، تحت فشار هم کمیساریا هم دولت آلبانی که پول میده آمریکا بهش در قبال همینا، فقط برای این چی اینها رو نگه دارن به عنوان برج استفاده. بعدم به صورت دستمالی پرتیشون میکنن، پرده سازش هم میکنن، صحبت هم میکنن، تمام میشه میره. به ما تماد هم که جنج دارن، اختلاف دارن مثل صدام که استفاده کرد علیه رژیم از اینها، این همه هم کشته، این همه تلفات، این آخر الان هم آمریکاست از اینها استفاده میکنه به عنوان یک برج. و الا از لحاظ ادعاهای ظاهرشون که میگن در ظاهر اینها پناهجوی هم پناهنده هم، خب بیان عمل بکنن که اصلا اینا نباید دست این رهبران باشن، نباید نماینده داشته باشن، هر فردی عاقل و بالغ هم مستقل هم میتونن. دامه دو اون سمیه محمدی میگه بابا
نه خودش نمیده، افراد میبرن داخل، خبرنگار رو یا وکیل رو رفته برده داخل مگر اونجا بیاد با سمیه صحبت کنید، این نمیخواد بیاد با خانوادش دیدار کنه، خودش نمیخواد، مستقل خودش، بزرگ مستقل نمیخواد، یه نفر نمیخواد، دو نفر نمیخواد، سه دو هزار نفر، دو هزار نفر اونجا خودشون نمیخوان با خانوادشون دیدار کنن. بعدش هم چرا میبرید اون، چرا رفته بودن این بزا سفاری اینا به مطبوعات آلمانی، مطبوعات آلمانی گفتن که چرا شما چیز زدین در رابطه با سمیه نوشتین که این اسیر این گروگان فلان. و بعد روزنامه مدیرش خیلی خوب جوابشونو داده، گفته خب باش، اصلا ما غلط گفتیم، ما اشتباه گفتیم، اسیر گروگانه، چرا خودش نمیاد اینجا، شما چی کارید، اصلا به شما چه ربطی داره، خودش بیاد اینجا، ما با بشینیم با خودش مصاحبه کنیم، صحبتای درستشو بنویسیم، بگه من گروگان نیستم، اسیر نیستم، خودم موندم، خانواده‌ام خودم دیدار نمی‌کنم، چرا بیرون نمیارید؟ و بیارید بیرون، من چه میترسم اگه بیاد بیرون مستقل باشه، کس احساس استقلال کنه، اون بالای سرش کسی نباشه، تو مصاحبه بردن توی داخل مقرشون، هتل خودشون، اونجا مصاحبه گذاشتن کنارشون، فرید نشسته مال روابط سیاسیشون نشسته، خب این داره مصاحبه میکنه، تو اینجا چرا نشستی؟ اگه فرد آزاده یقشون نمیگیرن این کمیساریا، اون آقای اون خبرنگار که رفته اون تو چیکاره اینجا من دارم باهاش مصاحبه میکنم، تو خود فضا هتل چرا خودش بلند نمیشه بیاد آزادانه مصاحبه کنه، حرفاشو بزنه، اطلاعاتش هم خودش بده بعد بره فرد. این چنین اینها در معاملات بین المللی قربانی هن، اسیر هن، علاوه بر اسارت در این منجنی این فرقه و مکانیزم این فرقه و ادوات و سایل این فرقه، تاکتیک های استراتژی این فرقه، اسیرن در تشکیلات، از یه طرف هم با اینجور زدوبند های بین المللی و اهداف و منافع بین المللی هم اینها رو نگه داشته در اسارت این افراد، این سران این فرقه. اینه که واقعا چاره فقط همین افشای این وضعیت هست، به گفتن این وضعیت به زبانهای مختلف که حداقل ایرانیان مستقل، نهادهای مستقل، حقوق بشری مستقل ایرانی، احزاب اپوزیسیون، احزاب ایرانی بدونن که بیاد، و همچنین سازمانهای بین‌المللی مستقل که دیگه تابع آمریکا نیستن، هستن خیلی هاشون، خوب مستقلن، تابع نیستن، میتونن این همه محکوم میکنن، حقوق بشر عربستانش هم که میبینی کاری میکنه اینا من محکوم میکنن این سازمان ها، خب به اینها فقط رسونده بشه به زبان های مختلف، اینها جاهای بالاخره یک گروهی هم ایرانی اونجا، این 2000 نفر بدتر از زندان اوین، آن چه حقوق بشر به حق هم حق دنبال وضعیت زندان ها و اعدام ها و اینها در ایران هستید، حقوق بشر چه فقط یا اون آقای مسئول حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرده برای ایران، خب برای ایران تعیین کرد، ایران چه فقط خاک ایران نیست، چه ایران ایرانی هر جا جزء ایرانه، شما تنها زندان اوین نیست که، کجای کدوم زندان اوین از زندان این فرقه بهتره، کجاش بدتر از این زندانه، این اینجا که اومدن قلعه اشرف سه، این کجاش از زندان اوین بهتره، آقای زندان اوین اصلا زندانی های داخل ایران مرخصی هم داره، علاوه بر ملاقات هفتگی با خانواده شد مرخصی هم میره، اینا که اصلا نه مرخصی که اصلا هیچ با ارتباط با دنیای بیرون ندارن، تا چه به خانواده، کدوم زندانی در سراسر دنیا در زیر حاکمیت دیکتاتورترین رژیم های دنیا کجا هم چه وضعیتی هست، اینجا اصلا اینها سازمان های بین المللی بدونن خود در ارتباط ایران مخصوصا کار میکنن، خب اینم اصلا انگار اینا جزو ایران نیستن یا ایرانی نیستن، اصلا چیزی فقط از ترس ها و جنجال این فرقه، ما یه بار رادیو آمریکا گفتم که آقا اینا چرا، نه نه اینها آقا چرا این حرفشی نمیزنید، چرا اینا رو نمیگیدین، اینها اونجا اصیلن، اینها این چنین زندانیان، اینها حق ارتباط با بیرون ندارن، کجای دنیا هم چیزی هست، نه نه اینا اگه بگیم سریع اینها علیه ما سرصدا را میاندازن، بسیج میکنن، لابی دارن اینجا قوی، من خودم صحبت کردم به مسئولین رادیو صدای آمریکا، میگم نه اینا خود لابی زیاد دارن، سریع علیه ما
اقدام میکنن، فشار میدن، همین ترسشون از همین است. تضایی که ایجاد میکنه فحش بدبیری ها میتر با این ایجاد میکنه، رژیم مالی میکنه به قول مسعود رجبی، آی برید زود بگین این رژیمه، آی فلان حرف رژیم میزنه، آی تو حرف رژیم زدی، آی افتادی دامن دام رژیم، آی فلان اصلا اینجا رژیمی هستی تو، از این حرفا میترسن. یا لابی هاشون میکنن، افرادشون رو بسیج میکنن، الله تلفن 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 دیگه تو یاری میگن اصلا دور اینا نز... اصلا از اینا حرف نزنید راضی به اینا. یک تسلیم شانتاژ شدن بعضی نهادها و رسانه ها هست، احزاب و بعضی ارگان ها، ولی خب همه اینجور نیستن. مسلمه که ما باید تلاش کنیم حرف صدای اون اسیران باشیم، صدای اونها باشیم، به همه جا بگیم چه تا اینها یک یخه سرانشون رو، مخصوصا مریم رضوی که الان توی فرانسه هست، مهد حقوق بشر اینجا، با سوء استفاده از همینجا با امکانات فرانسه اینا میاد اینجا این تروریسم رسانه‌ای رو انداخته، بیاد جلو سایت های ما رو میگیره. خب همین فرانسه کار میکنه آقای خانم مریم رضوی، با امکان با همین امکانات میاد این چنین سناریوهایی میگیره که همشون رو روابطشون همه چیزاشون رو خراب میکنه، این چیزا دم دستگاهشون رو میگیره. بعدم رفته الان خودش تو آلمانی مستقر شده و تمام زیر سر این خود مریم رضوی الان رفته آلمانی، کسی نمیپرسه هاتون تو پناهنده فرانسه هستی سه رفتی آلمانی چیکار میکنی الان اونجا، این همه مدت میبینی اونجا این چه وضعیتی، این همه میمیرن، همه مریض میشن، بعد این همه قطع ارتباط خانواده نمیذاری که دختر بیاد با پدر مادرش دیدار کنه یا با افراد خانواده اینا ارتباط برقرار بکنن، کسی یخیشون نمیگیره، چون رهبرشون میاد میره این دنیای آزاد. خب برای اینکه فقط برای اینکه از اینها استفاده سیاسی میکنن، بحث شد که باید به سازمانهای مستقل حقوق بشر این گفته های این یخیشون بگیرید، این همه میاد اینجا محافل اینها، از اینها بازجویی کنید، سوال کنید. مسلمه که فشار چه اجر احساس فشار بکنن، مثل رها کردن اشرف، اشرف اجر آمریکا بالاخره فشار آورد از اشرف بلجر، لیبرتی بلجر رفتن بالاخره اومدن دنیای آزاد، چین هم افراد تونستن خودشون نجات بدن، نتیجه فشار روی رهبران این فرقه بود. اگر باز این فشارهای بیارن روی رهبران فرقه، 100% زیر فشارهای بین المللی مجبورن تسلیم بشن. خب بالاخره یک فضایی باز میکنن، یک شکافا رو، یک این همه نمی میان مسلمه چی، یک بنده ها رو شل میکنن تا یه دل خودشون رو بتونن نجات بدن، میتونن این فشار ها رو اعمال بکنن تا این سران فرقه اینقدر روی اینها فشار نیارد و اینها رو اینقدر محدود و کنترل نکنه، اینقدر حاکم نشه، اینقدر سلطه از هر تمام سرنوشتشون زندگیشون از صبح تا شب دست اینها هست. این چنین دیر تو دنیای آزاد، الان تو آفریقا و تو جنگل‌های آمازون نیستن، چون تو دنیای آزاد، وسط دنیای آزاد این دیر رو دادن دست یه مش فرقه ضد انسانی بسته قرون وسطایی عصر حجری، تفکرهای مسخری مان ایدئولوژی دادن دست اینها. اینها رو ما اگر بجیم برسیم و دوستان ترجمه کنن زبانهای مختلف و ببینن نهادهای مختلف رو دسترسی داشته باشن، خب اینها چنانچه الان تو آلبانی مدتی که آقای محمدی و خانومش رفتن بسیار دنیا توجه کرد، روزنامه های انگلستان الان گاردین یک مقاله نوشته بسیار جالب مفصل، چند قبلا ایندیپندنت نوشت مفصل، برای اولین بار در اثر فعالیت های آقای محمدی و خانومش برای دیدن دخترشون که مانع شد این فرقه نذاشت دخترشو ببینن، همهشون تازه شناختن که این سازمان این فرقه چی هست، رفتن تاریخشو بررسی کردن، نوشتن مفصل. اخیر همین جمعه گذشته گاردین مقاله مفصل از تاریخ و گذشتهشون تا زندان‌ها، شکنجه‌ها، تا همین اعمال فشارها در آلمانی و ریزش نیرویی الان اینقدر میان بیرون، حرف و با جدا شدگان صحبت کردن، حرفای جدا شدگان نوشتن، آثار شکنجه هاشون بدنشون نشون دادن، جدا شده ها فشارهای اونجا رو، نشستاش و روحی و جسمی اونجا رو تعریف کردن نوشتن. خب همین فعالیت یک پدر و مادر باعث شد این همه مطبوعات و دنیا
متوجه بشن، خیلی از رسانه ها مطرح کنن این موضوع رو، متوجه بشن این چه فرقه ایه و چه کار میکنه و افرادی که اونجا هستن چرا نمیتونن بیان بیرون. خب اینها اگر بیشتر بشه مسلمه که رسانه ها و سازمان های حقوق بشری بیشتر توجه میکنن و به رهبران این فرقه بیشتر پیشان میارن. من دیگه صحبتام تمام شد، هر چقدر وقت مونده یه طوری شما پر کنید دیگه. اگر خیلی ممنونم از شما. بله بله. فقط آقای اکبری از آلمان نوشتن که آقای حسین نژاد با سلام، آخه از این افرادی که شما صحبت میکنید اینقدر سال خورده شدن که دیگه نمیتونن یک تفنگ جسه را هم کنن، چه برسد به مبارزه. خب ما اینو میدونیم آقای اکبری، گویا سران مجاهدین نمیدونن و شاید هم میدونن که فعلا رفتن سراغ شمشیر. درصد ممنونم از آقای حسین نژاد. دوستان عزیز، این برنامه ها تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب به صورت بایگانی پست میشه، نصب میشه، هرچی که شما اسمش رو ببرید و میتونید استفاده کنید ازش، و اونجا و در فیسبوک شما همیشه میتونید نظراتتون رو بنویسید. من صفحه فیسبوک آقای حسین نژاد رو هم نشون دادم، میتونید با خودشون هم مستقیما تماس بگیرید. آقا خیلی ممنون که با ما بودید، بهترین ها رو برای شما و به سراغ خانواده شما آرزو میکنم. بله، در رابطه با همون بگم که گفتن اینا همین ارتش سلاح ندارن و آخه اینها تفنگ هم نمیتونن بردارن، اینا فقط برای بیرون ایرانی ها ببینه فارسی میگه ارتش آزادی بخش. هیچ وقت الان توی تبلیغات بیرونیش هیچ وقت نمیگه ارتش آزادی بخش. بله، پناهجوی هم پناهندگان هم ساکنان اونجا، نمایندگان ساکنان، ما نمایندهشونیم، ما میخوایم اینا رو اداره کنیم، زندگی بکنن و بعد به بله. هیچ وقت نمیگه ارتش و صحبت حمله و این حرفایی که رجبی میزنید دولت دارن اینو الان فارسی هم حتی کامل ننوشتن، دولت دارن به انگلیسی ترجمه کنن بگن آی انقلاب و آی ارتش آزادی و آی هسته های مقاومت، اینا درون دروغ ها رو وهمیات و چرندیات و فقط برای ایرانی های فریبه به حساب جدبت توهین به شعور ایرانی با زمان فارسی میگه و همچنین توهین به شعور افراد خودش برای فریبه و نیجه داشتن بیشتر این بیسارها هرچی بیشتر ذهنشون فکرشون در این ساره. بسیار ممنونم. خیلی ممنون که با ما بودید. امیدوارم در برنامه های آینده خبرهای بهتر، خوشتر، شادتر از خانواده شما، از خانواده بزرگتون که یه سری از این افراد واقعا مثل خانوادهتون هستن، به اصطلاح به ما هم بدید تا ما هم خوشحال بشیم. ممنونم که با ما بودید. درسته، خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. سپاس از شما و دوستان و بینندگان. مرسی. دوستان عزیز، با آقای قربانعلی حسین نژاد بودیم. ویدیوهای ایشون درباره مصاحبه‌های قبلی، نوشته‌هاشون، اینها روی اینترنت موجود هست. با تماس با خودشون یا با تایپ کردن و نوشتن اسمشون در یوتیوب و گوگل و اینها میتونید دسترسی پیدا کنید. برنامه رو پی میگیریم. ساعت 2 بعد از ظهر سوربی با مردم، 2:30 با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم. احتمال زیاد ساعت 5 بعد از ظهر وقت نیویورک هم با آقای پرویز مینویی هستیم از تگزاس. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. با ما باشید و تلویزیون مردم و برنامه‌های ما رو به دیگران هم معرفی کنید. بله، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و بارها گفتیم از چپ چپ تا راست راست، از با مذهب و با خدا تا بی خدا، همه میتونن در تلویزیون مردم باشن. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.